بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. ممنونم از دوستانی که روی صفحات فیسبوک و مردم تیوی دات کام کمی صبر میکنن تا ما بتونیم همه دستگاه ها رو روشن کنیم و با هم باشیم. امروز دوشنبه است، 20 ماه می 2019 میلادی، برابر است با 30 اردیبهشت 1398. و من هم سلام میکنم به آقای مانی خورسندی و آقای شاهین فاتحی و دیگر دوستان. ضمناً باز دیدم که اگر اشتباه نکنم آقای چمنارا یک مقاله‌ای رو که به اشتباه به آقای هادی خورسندی به اصطلاح ربطش دادن، ایشون هم پخش کرده بود، برش نوشتم که آقای هادی خورسندی گفتن نوشتن که این مقاله از ایشون نیست. بعد آمدم این برتر دیدم ای بابا، یه وبسایتی هم به نام ملیون، اون هم با آب و تاب و عکس و اینها نوشته. چون شما وقتی عکس یه نفرم میذاری یعنی دیگه اون نوشته و اینها. این رو مخصوصا برای آقای مانی خورسندی فرستادم تا برای هادی بفرسته و بهش بگی که بابا با اینا تماس بگیر، بگو که در کار خبرنگاری، روزنامه نگاری، قدیما میگفتن شما باید از چند منبع موثق یک خبری رو به اصطلاح کنترل کنی، وقتی دو تاشون گفتن اونو قبول کنی و بنویسی. حالا دیگه میگن این دوتا کافی نیست، باید 3 تا باشه. در هر صورت بعد آقای مانی خورسندی برای من نوشته بود که آقا من برای شما نوشتم که هادی این نوشته رو تکذیب کرده. نوشتم من میدونم، عمدن اینو فرستادم تا یادم باشه دربارش صحبت کنم تا دیگران بدونم. متاسفانه این کار زشت انجام شده. حتما شما میبینید گهگاهی می نویسن از قول انشتین، از قول داریوش، از قول کوروش، از قول فارابی، از قول رودکی، مولوی، شمس، از قول گاندی، از هر دانشمندی، هر فیلسوفی، هر پیغمبری، هر چیز مزخرفی که خودشون دلشون میخواد و چون خودشون میدونن که پایه و اساس نداره، خودشون هم اعتباری ندارن، میگردن دنبال کسی که در جامعه اعتباری کسب کرده، میچسبوننش به اون و به این وسیله اعتبار اون بنده خدا رو هم خدشه‌دار میکنن. در صورت ممنون و متشکرم و بریم سراغ نوشته ها و ویدیوها. امروز ساعت 3 قرار هست که با آقای مهدی عابدی باشیم و امیدوارم که از لحاظ اینترنت و فیسبوک و اسکایپ و اینها مشکلی نداشته باشن. و چون من بهشون گفتم اگه از طریق اسکایپ بیاین بهتره، چون به نظر میرسه که اسکایپ فقط فعلا یه کار انجام میده، مثل فیسبوک نیست که همه جا بچرخه و از لحاظ بندویت یا از لحاظ قدرت اینترنت و اینها بهتر است. حالا ببینیم ایشون میتونن این کار رو انجام بدن یا معذوراتی دارن. اگه نشد از طریق همون فیسبوک چت با هم صحبتی خواهیم داشت. و ایشون میگه از قول منم می نویسن. بله متاسفانه اینجوری هست. چه باید کرد؟ اون اولا آدم وقت میکنه، یکی دو تا می نویسه، توضیح میده، اونا هم بر می دارن. این روزا دیگه طرف نام شده، بی‌حس شده، میگه آقا ولش، ما دیگه خسته شدیم از بس به این وبسایت، به اون وبسایت، به این رادیو، به اون تلویزیون گفتیم بابا بلا ما هم چیزی نگفتیم. شما باید میرفتید پیدا میکردی روی وبسایت خود من، از روی وبسایت خود من نقل قول میکردی، صدای خود من، ویدیوی خود من. و دیگه این هست، اینم جزء زندگی جدیده. همینجوری که شما میشینی تو ماشین میگی شماره مامانم رو بگیر، خب این امکانات قرن 21مه. از اون ورم خیلی ها برات دردسر درست میکنن و میگن که خوب و بد همیشه با هم میاد. بله اینم از این. و من نمیدونم اون اسم چیه، دین اش یا دانش، نمیدونم. این دوستان ایرانی مخصوصا دیدم بعضیا اسماشون دو تیکه میکنن و کار بسیار غلط و زشتی. حالا این دین اش من نمیدونم
کی هست. خیلی هم از اینا به اصطلاح وبسایت هایی هست که دنبال اسم و اینها میگردن. البته این خانم به نظر میاد که چی بهش میگن، چنگ مینوازن. بله، چنگ یکی از قدیمی ترین سازهای دنیا در کار ساز و آواز و اینها. آقای هوشنگ آریانپور، تیمسار آریانپور، یک مقاله ای رو نوشتن درباره صحبتی که این ترامپ نادان انجام داد و گفت که ما میخوایم مثل کشورهای استرالیا و فلان کشور فقط افراد نابغه بیان اینجا. بعد بلافاصله همه پرسیدن خب افراد نابغه از کشورهای خوب تو میتونی بگی چرا بیان اینجا؟ دوستان، آمریکایی‌ها الان دارن میرن ایتالیا، یعنی همون چند میلیونی که آمدن اینجا زمان استالین و اینها، طرف الان پسرش نوهش برمیگرده میره اونجا، میگه آقا یک زمانی من ایتالیایی بودم، خون ایتالیایی در رگهای من هست و پاسپورت ایتالیایی میگیره اونجا زندگی میکنه، چون میگن اینجا به حدی به اصطلاح دو دستگی ایجاد شده که هر آن ممکنه جنگ داخلی در بگیره. حالا ما از اینجا نگرانی هستیم که بین آمریکایی‌ها جنگ داخلی در بگیره، بعضی‌ها نگرانی هستن که بین آمریکا و ایران جنگ در بگیره، بعضی‌ها تشویق میکنن آقای ترامپ که تو رو خدا آقا بیا یه چند تا بمب بنداز این فامیلای ما، همسایه‌های ما رو بکش که جا بیشتر بشه، بزرگ بشه برای ما بریم اونجا. آقای آریانپور آمده و نوشته که این توضیحاتی که دادی که باید طرف سواد داشته باشه، باید انگلیسی بلد باشه و اینها، اگه اینها رو میخواستن یا بخوان همین امروز هم به مرحله اجرا بذارن، خودت، زنت، بچه‌هات هیچ کدوم شامل این سیتیزنشیپ یا شهروندی آمریکا نمیشی. خیلی ممنون. آقای نیساری هم اینجا هستن. بله، خانم دین اش میگن که آها، منم یه مدتی میخواستم اسممو بذارم اش، دلیلش این بود که والیبال بازی میکردیم، یه دوستی داشتیم فکر کنم از مدرسه حاج قوام بود تو شیراز، این هر وقت آبشار میزد میگفت اشک، بعد اینجا که اومدیم دیدیم یه اسمی هست به نام اشتون، بعد گفتیم بذاریم، بعد گفتن نه آقا این اش و اینها با چیزهای دیگه اشتباه میشه، این کار نکنه. دستا خوشحالم که بیننده برنامه ما هستید و این چنگ هم که می نوازید اگه ویدیویی دارید بفرستید، ما گهگاهی در برنامه‌مون وقتی که خیلی جوش میاریم و میزنیم به اون چی میگن به سقف، چنگ رو بذاریم یک کمی آروم بگیریم و بیایم پایین. یه فیلمی دیشب دیدم، یه ریپورتی از دکتر گوپتا، سانجای گوپتا توی CNN، اسمش هست الان فکر کنم 3 تا 4 تا اپیزود رو دیدیم که یه سریال دارن درست میکنن، جنبه تحقیقی داره و این آقای دکتر که دکتر مغز هست راه افتاده رفته جاهای مختلف دنیا. برنامه دیشبش راجع به ترکیه بود و اونجا رفت توی بیمارستانی که یک نفر رو از لحاظ قلب و اینها جراحی کرده بودن، حالا داروهای خیلی سنگین بهش داده بودن که متوجه نمیشه، اون دکتره وقتی نی میزد، نی همون بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، وقتی نی میزد این کسی که تحت این دواهای افیونی و مورفین و اینها هست شروع میکرد به چیز، بعد بگفت ضربان قلبش آروم میشه، خون سرد میشه، اینها حتما ببینید اینو. بعد راجع به این صحبت میکرد که طب سنتی و طب صنعتی یا جدید الان روبروی هم وایسادن و اینها هیچ چاره‌ای ندارن که با هم برن، و الا اگه بخوان با هم دعوا کنن ممکن همدیگر رو خرد کنن. ثابت میکرد که کسی که این امراضی، حالا نمیدونم مال آرترایتیز و اینها از این اسمایی هم که اینا میگن همش خلاصه میکنن، ما هم نمیفهمیم چی میگه، روماتیسم و اینها، و طرف نمیتونست دستش رو تکون بده، وقتی بردن زنبور، نیش زنبور میزنه، دکتر میاد نیش زنبور چند تا میزنه به این، خوب شد. و میدونید که مثلا میگن حتی تو قرآن راجع به زنبور و نیش زنبور و اینها نوشتن، و از طرفی اون چیزایی که حجامت
یا خون کشیدن، خون مکیدن در دین اسلام و حتی اون زالوهایی که من یادمه، مخصوصا اینایی که پیر بودن و کلیمی بودن، می آمدن توی خیاب، توی کوچه های شیراز و من اول نمی فهمیدم چی میگن، چون بلند داد میزد میگو حاجی مزالو، ما میگفتیم حاجی مزالو که این چه حاجیه که زالوه، ولی میگفت حجامت زالو، یعنی حجامت میکنیم، خون میکشیم و زالو میندازن. تازه الان اینجا این کار انجام میدن و میگن خیلی هم مؤثره. حالا چجوری یه حیوان بی زبان و بی دست و پا میاد شما رو نیش میزنه، خون شما رو میمکه، ولی خون شما رو که مکید درد شما درمون میشه. بله، این از آقای آریانپور ممنون و متشکرم. بذارید ایمیل های دیگر رو ببینیم که امروز قبل از برنامه خودم با آقای حسن حیرانی بودیم، کسی که بعد از 15 سال با سازمان مجاهدین در آلبانی جدا شده و میان خاطراتشون رو میگن و اینها. یک خبری رو توی ایرو نیوز دیدم، نوشته بود یافتن قطعه طلای 100 هزار دلاری با فلزیاب در استرالیا. میدونید که شما وقتی میرید دریا حتما دیدید که یه افرادی معمولا پیرمرد و پیرزن هستن، بازنشست هستن، به این وسیله هم میان بیرون مردم رو میبینن، هم بالاخره را میرن با این دستگاه های فلزیاب، جواهرات، پول، سکه، اینا که تو جیب مایو این چیزا هست پیدا میکنن. بعضی وقتا چیزایی پیدا میکنن که خیلی گرونه، بیشتر انگشترهای نامزدی و اینها هست که طرف هزاران دلار بابتش پول داده و اینا رو بعضی هاشون برمیگردونن، بعضی هاشون هم به جیب مبارکشون میذاره. در صورت میگه که گویا یه نفر یک طلایی پیدا کرده که بیش از 15 گرم وزن داره و 100 هزار دلار. حالا من نمیدونم 100 هزار دلار طلای به این صورت چگونه. در از حضور ناوشکن آمریکا در آب‌های مرزی چین در میانه جنگ تجاری، میدونید که ترامپ با کسی که فعلا دعوا نمی‌کنه با خودشه، اونم برای که ما دوربینی نداریم که خودشو نشون بده تنها. دیگه دیروز با فاکس هم در افتاده بود که چرا شما وقت میدید به دموکراتا، و این فکر میکنه فاکس استیت نیوز هست، استیت میدیا هست و متعلق به این، یعنی این واقعا خودشو گذاشته جای کینگ، که چه عرض کنم، جای دیکتاتورایی که حکومت دیکتاتوری یه نفره تا آخر عمر، و دستگاه فاکس نیوز و اینها رو هم بلنگوی پروپاگاندای خودش میدونه. و اما میلیاردر آمریکایی باز پرداخت وام تحصیلی 400 نفر را 400 دانشجو را بر عهده گرفت. این کار بسیار قشنگیه که از دانشگاه نیویورک شروع شد، که اون صاحب هوم دیپو وقتی رفت اونجا صحبت میکرد که ما باید دانشجو وقتی میره درس میخونه نباید، حالا فارغ التحصیل شده، اولین فکر تو مغزش بدهیش باشه و اینکه چجوری مردم رو بچاپه تا اون بدهی رو بده، و این بدهی هم سنگین، بدهی هم سود زیاد، نزول زیاد، حتی طرف بعض وقتا پدر مادرشون رفتن خونهشون رو گرو گذاشتن. بعد این که میاد، حالا بازار کارم خوب نبود و این شروع کرد، گفت که نیویورک استیت یونیورسیتی که یکی از جاهای خوبه برای پزشکی، گفت شهریه همه دانشجوها رو پرداخت میکنه. دیروزم یه جایی این توی سرمونی کامنسمنت میگن، وقتی یه نفر دعوت میکنن میان صحبت میکنه توی فارغ التحصیل، این کلمه فارغ التحصیل باید یه چیز بهتری، باید بگیم گرفتن دانشنامه، چون فارغ التحصیل که نمیشه که شما امروز که دکتر شدی فارغ التحصیل شدی دیگه، دکتراتو میزنی به دیوار خاک بگیره، هر کی گفت این یاد بگی میگی نه دیگه من تحصیلم فارغ شد. در هر صورت توی این جشن ها، توی این مراسم، یک آقای سیاه‌پوستی اعلام کرد که شما همه ای که امروز دارین فارغ التحصیل میشین، بدهی هاتون رو من پرداخت میکنم. اینجا افرادی که مثل ما ایرانی ها مخصوصا چند تا کار انجام دادیم، هزاران بدبختی کشیدیم، از چیزایی که دوست داشتیم چشم پوشیدیم، از سفرها، وکیشنها، تعطیلات، ماشینای خوب،
چشم پوشی کردیم تا بچه هامون برن دانشگاه و به رسم ایران البته پدر مادرها پولشونو بدن. حالا ببینیم که ای ما ضرر کردیم، اگه 200,000 دلار 300,000 تومان برای هر 300,000 دلار برای هر بچه‌مون بدهکاری گذاشته بودیم، شاید یکی پیدا میشد شهریه‌های به اصطلاح بدهی مدرسه اینها رو پرداخت کنه. بله، میگه که گفتگو با یوئل نوا هراری، نویسنده کتاب 21 درس برای قرن 21، احتمالاً ایشون برای قرن 22 22 درس خواهد داد و ببینیم چی گفته. راهپیمایی اروپاییان در حمایت از اتحادیه اروپا و علیه راستگرایان افراطی. دیگه خبری از برگزیت نیست. اگه کسی در انگلستان هست به ما بگی که چی فکر میکنید شما به عنوان یه خارجی که در انگلستان زندگی میکنید و قرار اینها از اتحادیه اروپا جدا بشن. از روز اول هم معلوم بود که اینها اتحادشون اتحاد نیست و نمیشه روی انگلیسی ها حساب کرد، به این دلیل که اون واحد یورو رو قبول نکردن و پوند خودشون یا پوند خودشون رو نگه داشتن. شما چی فکر میکنید؟ بله، میگه که زلنسکی گفت پارلمان اوکراین را منحل میکنه. گفتگو با روسیه تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این کشور مناطق اشغالی اوکراین را پس بدهد و اسیران جنگی این کشور را نیز آزاد کند. از اون ور اون پوتین دنبال اینه که اون اتحاد جماهیر شوروی رو برگردونه و این راشا یا روسیه رو بیخیال. از این ور کشورها میگن نه دیگه، ما جدا شدیم و نمیخوام. یک کتابی رو امروز بهتون نشون میدم، کتاب نیست، شاید کتاب خوبی باشه اتفاقا برای ما ایرانی ها چون فقط عکسه. من یه دوستی دارم هر وقت میرفتیم یه جا کتاب بود این کتابا رو برمیداشت اینجوری ورق میزد، من میگفتم کتاب اسمشو که میبینن بعد میان پشتشو میخونن ببینن نویسنده دربارش چی گفته، یا صفحه اول دوم میخونن ببینن دیگران دربارش چی نوشتن. تو چرا اینجوری ورق میزنی همه رو؟ گفت من میخوام ببینم اگه عکس کم داره نخرم، چون حوصله کتابی که همش نوشته باشه ندارم. خدایش یه جورایی هم راست میگه، کتابی که همش نوشته باشه حوصله آدم سر میبره. یه کتابی هست به نام فکر کنم 89 صفحه است یا 86 صفحه است، کتاب اینترنتیه به نام شاه در قاب تصویر، یعنی عکسای شاه. و این جالبه، من توی قسمتی بهتون نشون میدم. ولی نویسنده گویا مذهبی، آخرین صفحهش اومده به این آیه چیه، اجازه بدین الف لام میم مال بذارید ببینم، خیلی ما قرآن بلدیم اصلا نمیدونیم این چی هست. در هر صورت به این استناد میکنه و وقتی که پتیک این رو به من گفت من همینجوری بیخیال ازش گذشته بودم. وقتی به من گفت گفتم بذار من ببینم این آیه یا سوره چی هست. اومدیم خوندیم دیدیم خیلی خنده داره. میدونید ترامپ بعضی وقتا از خودش به عنوان سوم شخص صحبت میکنه، مثل که مثلا من به جایی که بگم من بگم این آقا یا اون آقا، و طرف میگه خب اگه خودتی بگو خودت دیگه، ما داریم یه چیزی که ضمیر من باشه یا در اصل نمیدونم فارسی و نمیدونم مقدار برای من مشکل. گویا خدا هم همین اشکال ترامپ رو داشته بعضی جاها، یا اون کسی که این قرآن و کتابای دیگر رو نوشته گاهی وقتا اشتباه میکنه که من دارم از قول خدا میگم یا اینو خدا داره میگه. مثلا میگه الف لام میم، یه چیز بیمعنی که هر کسی بر اساس تجربه خودش، سواد خودش، درک خودش این رو تفسیر میکنه به هر چیزی که دلش بخواد. من میتونم بگم الف یعنی آبادان، لام یعنی لاله‌زار، فهم یعنی فرح بخش. اون یکی دیگه میتونه بگه نه آقا این الف یعنی دشت و بیابان، الف و سبزی و اینا. یکی دیگه میتونه بگه نه آقا این الف یکی میکشی نشه میشه. حالا اینجوری شروع میشه. خداست که هیچ معبود جزو نیست و زنده و پاینده است. آخه این خدایی که خودش به خودش اینو میگه باید یه آدم دیوانه ای باشه. تا اگه خدا هستی دیگه لازم نیست اینا رو بگی، ملت میشناسنت چی میکنه. بعد میاد یه جایی
میگه این کتاب را در حالی که معید آنچه از کتابهای آسمانی پیش از خود میباشد به حق و به تدریج بر تو نازل کرد و تورات و انجیل و فلان بیسار. این همون جایی که میگن آقا خانم شمایی که به اسلام ایراد میگیرید، شمایی که به قرآن ایراد میگیرید، این قرآن و اسلام کپی ناقص تورات و انجیل هست، برید اونا رو بیارید نگاه کنید میبینید همونا اول گفتن، بعدی دیگه چیزی نداشته بگه، همه مزخرفات رو اون گفته، حالا این داره تکرار میکنه برای یه عده‌ای که اینا رو نخوندن، ندیدن، نشنیدن، برای اونا تازگی داشته و برای دیگران تازگی نداشته. به همین خاطره که شاید اونا عوض نشدن، موندن، گفت آقا این چیزی که تو میگی که موسی گفته، این چیزی که تو میگی که عیسی گفته، من چرا بیام حالا به دین تو؟ ولی یه عده که بی خبر بودن آمدن گفتن به 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 عجب چیزی میگه. آمریکایی‌ها همینو دارن، وقتی که یه خبر کهنه‌ای رو یه نفر یه جا میاد میگه، طرف میگه که این که نیوز نبود، اصلا کلمه نیوز میدونی یعنی تازه، میگه این که نیوز نبود، این که جدید نبود، این که خبر نبود. میگه خب برای اونایی که این خبر رو نشنیده بودن تازه بود، جدید بود، خبر بود. راستم میگه. در هر صورت این سوره و قرآن و اینا رو باز بهش میرسیم، براتون میخونم الان. آل عمران، حالا من نمیدونم اصلا این مسئله آل عمران و این عکس شاه و اینا چی هست، ولی آخر اون عکس ها گفته نشون میده، میخواد بگه که یعنی هر بلایی سر شاه آمد، اگه به هر قدرتی رسید خواست خدا بوده و خدا هم از بین برد. و جالب اینه که خود شاه هم همینو گفت. اجازه بدید من از آقای کوروش سلیمانی تشکر کنم که بالاخره ما را هم چی میگن روی میز تشریح یا روی ترایپاد نقاشی خودش انداخت، و ترایپاد همون سپایه‌ای که نقاشا استفاده میکنن، حالا یا روش بوم هست یا روش چوب هست یا روش کاغذ هست، و ما رو به این صورت کشیده و نوشته تلویزیون مردم. فقط اینجا خیلی جالبه، این وقتی اینجوری میکنن معمولا یه حرفی رو از دهان طرف می نویسن یا یه چیزی رو از مغز و ذهنش می گن، ولی اینجا مثل که ایشون گفته یعنی من خیلی چیزای دربری می گم، مزخرف می گم، معنی نداره، نمیدونم. حالا یه روزی باهاش مصاحبه می کنیم ببینیم منظورش از این چی بوده. اجازه بدیم من 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 رو برای شما راه اندازی کنم که تاریخ رو میگه که 20 می هست و 30 اردیبهشت، آخرین روز اردیبهشت 31 فردا نه، و از طرفی کنسرت آقای احمد ندیمی رو که 8 جوان هست به شما نشون بدم. آره خانم تنازی میگه چه خوشگله. خب خانم من خودم خوشگلم، هنسامم، تازه وقتی فکاهی هم میکشن ازم باز هنسام و خوشگله، چی بگیم دیگه؟ اگه خودمون به خودمون نگیم چه خوشگله، کی به ما میگه چه خوشگله؟ چرا دوستان میگه این کیه؟ این سعید کاووسی بلا، این منم به اصطلاح. بله ولی عکس خود من از این بهتره، بذارید براتون بیارم نشون بدم. این عکس رو یه روز داشتیم میرفتیم در استدیوی خبر، اون موقع ها که حال و روزی داشتیم این رو گرفتیم و بله این رو آقای عباس شیر محمدی گرفته. خیلی مهمه این هنر عکاسی. حالا درسته هر کدومون یه دوربین افتاده دستمون و عکس میگیریم، ولی عکس هم مهمه، نور، نور خیلی مهمه. اگه بتونم پیداش کنم که متاسفانه، آها پیداش، متاسفانه پیداش. اینه، این بهتر از اونه نیست خانم تنازی سعید جان؟ بله میگه شبیه جوونیای خمینیه. حالا بذار یه چی بهت بگم، شما دیدید مثلا یه آخوند خوشکلی آمده یه چیزی گفته، بعد ملت فوشش میدن بارو مرده که نکبت کم، بعد میبینی مثلا این رضا پهلوی ماشاءالله دندونا که کج و موج، دماغ که از من گنده تر، خرج اصلا نمیکنه، صورت مو فلان اینا بمانن، اینو خدا میبینن، اینو خوشکل میبینن. اینم هم همین ماجراست. آقا خمینی شبیه شان کانری بود، هنرپیشه بود شان کانری، الانم بیچاره فراموشی بهش دست داده و اینها، خیلی پیره،
ولی خمینی اون عکسای جوونیش و اینا رو که نگاه کنید یه آدم جذاب و یک آدم چیزی بوده، حالا آخونده، ابروهاشو نمیتراشه، اینجوری شده، عکس میکشن سرش پر جمجمه و اینها، جمجمه که همه اون داری، ولی اون مثلا سر 100 تا جمجمه است، یعنی اینا رو خورده و مثل اون چی بود، آجداک نه چی میگفتن، زحاک، زحاک مار به دوش اینا بمانه. میگه که همین پشت دوربین و گویا اون کاندیدای رئیس جمهور شبت با این عکس، این عکس گویا شما، این عکس گویا شما خوشتیپتر است. آره این جوانتر بودم. ببین این میدونی مال چند سال پیشه، این میتونم بگم مال 13-14 سال پیش. اگه نگاه کنین موام مشکی تره و بالاخره حالا هرچی دیگه یادم نیار مانی جان، تو هم اگه راست میگه عکس 10-12 سال پیش رو بیار ببینم که چه خوشتیپ بودی یا نبودی. خب بیایم بریم اینجا سراغ این عکس، یه بار دیگه بهتون نشون بدم، یه بار دیگه تشکر کنم از آقای کوروش سلیمانی، اونایی که میپرسید برنامه‌های ایشون چی شد، اینقدر شما با آب و تاب توضیح دادید. آقا اینها افرادی هستن مثل ماشین مسابقه‌ای آمریکا، یه مسابقه هست به نام درگ ریس، میان من فکر نمی‌کنم 100 متر میرن، نمیدونید شما مثلا چند از امسال تا سال آینده اینا خرج میکنن، موتور موشک برده گذاشته روش، موتور گازسوز گذاشته روش، همه چیشو عوض کرده، از اینجا قرر گاز میده میره، اون آخرم یه سری چیزاش کنده میشه. این دوستان ما مثل اون ماشین های هستن که برای درگ ریس، نه حالا ریس کار معمولی، ریس کار معمولی دیدین همینجوری میچرخن میچرخن، که من هیچ وقت هم نفهمیدم چرا اینا همیشه به طرف چپ میرن و اینا، بمانند با اونا فرق میکنه. و ما ضرب المثل داریم که رهروان نیست که گه تند و گه خسته رود، رهروان است که آهسته و پیرسته رود. شیرازی ها همه رهروان، آهسته پیوسته، ولی اینایی که دیدی جنبش را میندازه ری استارت، آخه پدر سگ تو که استارت کردی که حالا ری استارت، بعدم میره بالا و میاد پایین و یه میلیون به هم دادن این کار بکنم و اون کار بکنم، بعد یقش میگیرم میگن آقا اینا خودت گفتی یه میلیون دادی، حالا بیا ببینم مالیاتش کو، اون پولا رو کجا گذاشتی، بعد میگه آقا گوه خوردم غلط کردم، میگه اینجوری نیست، تا اگه بخوای گوه هم بخوری باید مالیاتشو بدی به این آیارس. بله هنوزم خوشتیپی جوون، خیلی ممنون، متشکرم، شما هم لطف دارید و از این بابت من ممنون و متشکرم. و اما یک ویدیویی رو آقای سیروس دولتشاهی برای من فرستاده، ببینیم اینو اگه نشون بدیم یوتیوب یقمونو میگیره یا نه. باورتون نمیشه یوتیوب آمده ویدیوهای سال 2012 ما رو هم هی میگه اینجور و اونجور، و این ویدیو رو روی فیسبوک گذاشتم، صحبت میکنه از تحریم های آمریکا علیه ایران، بعدم توضیح میده که آقا یه جورایی این خود آمریکا داره این کارا رو انجام میده. حتی در چند روز گذشته دیدید که گفتن موشکی شلیک شده، موشک یا RPG، که RPG میدونید که با این اسلحه هایی که رو دوشم میذارید میتونید شما شلیک کنید، ولی موشک باید بالاخره دستگاهی باشه، ماشینی باشه و اینها، و شلیک شده توی گرین زون، گرین زون عراق، که اتفاقا بنده قرار بود اونجا هم برم گفتم نخواستیم، یک منطقه بسیار سیفی هست. البته اینو میگن که به مردم میگن ما رفتیم اونجا درست کردیم، دموکراسی رو انداختیم، منطقه سیف درست کردیم، نه، ولی خود خبرنگاره نشون میداد از فرودگاه بزرگی که هواپیما میشینه تا اون گرین سیفشون، اینها حتی جرئت ندارن توی جاده ها 5 مایل 6 مایل رانندگی کنن و منفجر میشن. به همین خاطر از اونجا تا اونجا هم با هلیکوپتر میرن، با بازم با هلیکوپترایی که محافظ اون هلیکوپتراست. یعنی اینا یه چیزی درست کردن فقط منبع درآمده، چون آمریکا ریسورسی نداره. گفتم بهتون ژاپن که بعد از جنگ جهانی آمد و ساکت پدر آمریکا رو درآورد از لحاظ صنعت، صنعت ماشین سازی، صنعت الکترونیک، چین میگن الان مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، و برید ببینید که چین داره چه کار میکنه و چه چین و واچینی به سر این ترامپ انداخته. خلاصه این ویدیو هم روی فیسبوک هست، اگر لطف کنید فیسبوک من رو یکی دو تا سه تا ماکسیموم روزانه
چی میذارم اونجا نگاه کنید خوشحال می خوشحال میشن. میگن که اگر به دیوار خوردن طرف شاگرد بخوره به دیوار، آمریکا شیطان بزرگ است، امام خایمنی. سم اوستا. جالبه میگه که اینا اینجوری همشون به طرف چپ میپیچن که اگر اشکالی پیش بیاد و بخورن به، میدونی هم موقعی دارن میرن نیروی گریز از مرکز هم هست و اینا به در و دیوار بخورن، طرف که طرف شاگرد ما میگفتیم تو ایران، طرف مسافر بخوره که کسی ننشسته، نه این طرفی که خودشون نشستن. خیلی ممنون. من یه دفعه رفتم چارلستون فیلم برداری از مسابقات کردم که اونجا میدونی من اون جایی که کازینو هست و درختای باغ به اصطلاح باغای سیب و اینا هست، اونجا یک ریس ماشین سواری هم هست و وقتی اومدم خونه واقعا سرسام گرفتم، با وجود که ایر پلاک گذاشته بودم، گوشی داشتم و اینها، ولی هم سرما هم صدای این ماشینا که اونجا دیگه کسی نیست بگه نویز پلوشن، یعنی بهشون تیکت بده بگه این ماشین باید اگزاز داشته باشه، باید کانورتر کاتالیک کانورتر داشته باشه و اینا. خب خیلی ممنون از شما دوستان، برگردیم به این نوشته ها و اینها رو براتون بخونیم تا ببینیم به کجا میریم. این سوره عمران هست، من بهتون نشون بدم که شما هم اگه یه وقت خواستید برید دنبال قرآن و آیه هاش و اینها. البته آقای مینویی هم این کار رو به نحو احسن انجام میدن، ضمناً آقای مینویی لطف کردن اون مجله داش عباس رو شماره 8ش رو برای من فرستادن، تشکر میکنم. خیلی ناراحت شدم وقتی که، چون آقای مینویی به من گفت یه دونه کارت تلویزیون مردم رو بفرست برای خانم شران و ایشون مسئول چاپ و گرافیک و اینها هست، آگهی تلویزیون مردم رو براتون به اندازه یک کارت بیزینس به اصطلاح بذارن و من هیچ وقت فرصت نکردم این کار انجام بدم، ولی دیدم که توی این مجله شماره 8 ایشون خبر درگذشت همسر خانم شرون رو دادن که حالا تو برنامه خود آقای مینویی میارم اون مجله رو نشون میدم، یه چند تا جوک گفتن، جوکار من اینجا نمیگم چون بعضی وقتا خودشون تو برنامه استفاده میکنن و من نمیخوام تکراری باشه. مجله خوبیه اتفاقا، یه جایش نوشتن که یه نفر بهشون گفته که من تو این مجله میخوام آگهی بدم به خاطر اینکه این فانه، فان یعنی چیزای جالب، چیزای نه فقط همیشه خنده آور و اینها، و در هر صورت اینم از این. بریم سوره آل عمران رو بخونیم براتون ببینیم. خداست که هیچ معبود به حقی به جز اون نیست. بذارید من این رو این نگه دارم، نمیدونم با این ریز پیدا میشه یا نه، در هر صورت باور کنید که این ورش عربیه، بذارید من این ورش که فارسیه براتون بزرگتر کنم و من این فارسیه همون نوشتم سوره عمران یا آیه نه نوشته سوره 3 آل عمران رو گذاشتیم، این چیزا اومد که به نظر من مزخرفاتی بیش نیست و چیزای تکراری، معلوم نیست گویندش کیه، از زبان خودش میگه، پیغمبر از زبان خدا میگه، سلمان فارسی از زبان پیغمبر و خدا نوشته، اصلا معلوم نیست. این کتاب را در حالی که مؤید آنچه، خب میگه کتابای قبلی را ما تایید میکنیم و اینها، اون موقع بوده که هنوز ضعیف شده ضعیف بوده، و اما میگه پیش از آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان یا فرقان جدا کننده حق از باطل، فکر کن کلمه فرق هم از همین میاد، را نازل کرد، کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدن بی تردید عذابی سخت خواهند داشت. خب این اگه خدا گفته باید به کسانی که به آیات من کفر ورزیدن، ولی اینجا میگه کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدن و یه جای دیگرش از خودش صحبت میکنه. در حقیقت هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند. اوز کسی که شما را آنگونه که میخواهد در رحمها صورتگری میکند، هیچ معبودی جز آن توانای حکیم نیست. ببینید اینجا از آن صحبت میکنه و اوست، دوباره همون سوم شخص. و خب اگر خدا خودش ما رو وقتی که در رحم مادرمون هستیم صورتگری میکنه، یعنی هر اشتباهی، هر اشکالی، هر زشتی، هر دیوانگی ما انجام میدیم، تقصیرش مقصرش خداست.
اوست کسی که این کتاب تو پرانتز قرآن را بر تو فرو فرستاده، پاره ای از آن آیات محکم صریح و روشن است، آنها اساس کتابند و پاره دیگر متشابهند که تأویل پذیرند. اما کسانی که در دلهایشان انحراف هست برای فتنه جویی و اصلا خنده داره، یعنی مگر اینکه این رو یک دیوانه نوشته باشه که حتی بر نگشته باشه نوشته خودش رو چک کنه، کنترل کنه ببینه چی نوشته. و اما بریم اون کتاب رو بهتون نشون بدم. ساعت ایداد بیداد شد 2:40، ما ساعت 3 با آقای مهدی آبدی خواهیم بود، ساعت 3:30 با یک خانمی به نام سوسن از کانادا خواهیم بود که ببینیم چی شد که اینها آقای رضا پهلوی رو که از جانشون بیشتر دوست داشتن گذاشتن کنار و گفتن که آقای رضا پهلوی عطایت را به لقایت بخشیدیم و نخواستیم. این کتاب اینه، من توی یک صفحه بهتون نشون میدم که این نخواهیم بالا و پایینش کنیم، به این صورت و میگه شاه سلکت ایریا اینجا تا اینجا، کامرای 3. اینم داستانیه، کتاب ها همه عمودی بود و اینجوری وقتی حالا شده تلویزیون، وقتی میخوای عکسی چیزی بذاری تو تلویزیون مشکل ایجاد میکنه. میگه که سوره عمران نرسیده به فرعون، پیغمبر بچه آبادان بود، کلی خالی بسته بود. آقا آبادانی ها دمشون گرم، اقلن درسته که لاف میان ولی خدا رو کولت بعضی حرفاشون درست. خب این صفحه یکش هست تا 86. یه چیز جالب بهتون بگم، دیدید که من بارها از خانم نیر گرفته تا آقای رضا زرابی تا دیگران که هی میگن شاه چند تا دکترا داشت و اینها، میگم شما دکترا پیشکشتون برید دیپلم شاه رو بیارید. الان دیگه کم کم به این نتیجه رسیدم که شاه سیکلم نداشت. سیکل یادتونه 3 سال وقتی شما میرفتید دبیرستان میگفتن سیکل اول، همون سایکل اینجاست دیگه، ما اینجا نشنیدیم مدرسه سایکل، ترم، سیمستر، اینا، گرید، کلاس، نمیدونم، ولی سایکل ما نشنیدیم. خلاصه نگاه کنید دوستان، اولا این گواهی نامه پایان تحصیلات مرحله اول تعلیمات عمومی. حالا من فکر میکنم اون موقع رضا پهلوی هم هنوز مدرسه ها 6 سال میرفتی دبستان، هنوز اون دوره راهنمایی نبود. دوره راهنمایی کار بسیار خوبی بود که انجام دادن، مثل میدل اسکول اینجان، چون اون موقع خیلی بد بود. شما از دبستان یه دفعه میرفتی دبیرستان، یعنی فکر کن شما 6 کلاس شده 13 سالت بود، بعد میرفتی دبیرستان 6 و 6، 12 سال، بعضی ها 11 سالشون بود، میرفتی دبیرستان که یه دفعه یکی اونجا بود 18 سال، 19 سال، و خیلی چی بود. این دوره مدرسه چی میگفتن راهنمایی، همین میدل اسکول که اینجام هست، این چیز خوبی بود، شما را از مدرسه، از دبستان آماده میکرد برای دبیرستان. بگذاریم از اون، دولت شاهنشاهی ایران گواهینامه پایان تحصیلات مرحله اول اینها، بعد توضیح میده که این آقا در سال 1350 والا حضرت همایون رضا پهلوی ولایت عهد، فرزند اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، دارای شناسنامه شماره 1 موالید، نمیدونم صادره از تهران، یعنی قبل از رضا پهلوی از اون قسمت هیچ که شناسنامه نگرفته بوده. این همین بدبختی اینا بوده، به جایی که بنویسه آقا شماره نمیدونم 1320 12000 فلان، دارای شناسنامه شماره 1 بله خورشیدی در تهران که در تاریخ 1339 متولد شده، در انتها 1339 بله 50 همون 11 سالگی و پایان تحصیل مرحله اول تعلیمات عمومی شرکت نموده، با معدل 18 و 400 امتحان کتبی فلان اینها. این دانش آموز سال 49-50 در دبستان رضا پهلوی اشتغال به تحصیل داشته، نمره رفتار و مراقبت ایشان 18 بوده است. اون مدیر و اینها خوب جرأت کردن بهش بدن 18. ولی یه چیزی رو این پایین بهتون نشون میدن، نوشته گواهی تحصیلی پایان دوره ابتدایی محمد رضا شاه.
آقا این که خودت اون بالا گفتی رضا پهلوی، ولی چون از شاه احتمالاً هیچ مدرکی وجود نداره و اون هم مثل ترامپ کمدان، مثل ترامپ بی سواد که حتی مدارس و دانشگاه هایی هم که باباش با پول اینو فرستاده تهدید کرده که نمرات من رو تو ایران بهش میگفتن ریز نمرات صادر نکنید و جایی به اصطلاح اعلام نکنید، شاه هم هیچ جا شما دیپلمی ازش نمیبینید. شاه وقتی رفت سوئیس اونجا خیلی شلوغ بازی در آورد، لوس بازی در آورد، به جایی که بگیم بچه ننه در آورد، بچه شاه بازی در آورد. اونجا هم دعوا و کتک کاری و از مدرسه اخراج شد، از مدرسه اولی به مدرسه دوم، مدرسه دوم هم با سلام و صلوات فرستادنش ایران. این هم عکس آقای شاه بوت شماها، تصویری از محمد رضا شاه در سوئیس در هنگام تحصیل. و دومیش محمد رضا شاه در حال رفتن به دانشکده، به دانشگاه افسری بعد از برگشتن از سوئیس به ایران. شاه هیچ وقت دانشگاه افسری نباید میرفت، باید میرفت اون قسمت مدرسه نظام. مدرسه نظام مال افرادی بود که با کلاس نهم میتونستن برن اونجا و نمیدونم اونایی که مدرسه نظام میرفتن افسر نمیشدن، چی میشدن؟ گروبان و استوار میشدن؟ یا در هر صورت این شاه باباش پارتی بازی کرد، اونم وقتی رفت اونجا درست به اصطلاح وظایفش انجام نمیداد، به حدی که رضا شاه در یک بازدیدی که داشت رفت و دید این جوان خابیده، وقتی که دیگران دارن به اصطلاح عملیات نظامی انجام میدن افسر اون رو خواست و بهش گفت اگه دفعه دیگه دیدم که این رو به اصطلاح میذاری اینجا بخوابن دیگران زحمت بکشن فلانت میکنم و بیسار رو، حالا دیگه فلان بیسار رضا شاه هم که میدونین چی بود. بله میگه که رضا پهلوی گواهینامه خوردن عرق با پارچ داره. بسیار عالی. خب اینم جشن های عروسی، جشن عروسی با فوزیه. ماشاءالله توی این کار آقای شاه درست مانند آخوندها چند تا زن داشت، زنهایی که ما خبر داریم، چندین زن، دوست دختر، معشوقه، زنان پولکی، هنرپیشه خارجی که ما خبر نداریم ولی خبرهاش بعداً پخش شد. اینم به ترتیب از راست به چپ محمد رضا شاه، ملکه نازلی، مادر فوزیه، رضا شاه و فوزیه، به ترتیب از چپ فوزیه، محمد رضا شاه، ملکه فریده، همسر ملک فاروق و جشن عروسی محمد رضا شاه در کاخ آبدین مصر. جشن عروسی محمد رضا شاه در کاخ آبدین مصر، این محمد رضا شاه، فوزیه و دخترشان شهناز، اتفاقا اون مقاله‌ای رو که به اسم هادی خورسندی نوشتن دو سه تا چیز درست نوشته و چرا اینا اسم نویسنده اصلیشون نمی‌نویسن، اینم هم همون مرضیه که گفتم از موقعی که اینترنت رایج شد در جون ما ایرانی‌ها افتاده. و اما ببینید که محمد رضا شاه عقیم نبود، بچه دار میشد، ولی بچهش چون دختر بود حتی وای نساد ببینه شاید بچه های بعدی پسر بشن، زنه رو طلاق داد، چقدر پول به این خانواده داد و اینها بماند و رفت دنبال زنهای دیگه. بله جشن عروسی با سریا، این خانم سریا، سریا اسفندیاری اگه اشتباه نکنم مادر آلمانی یا مادر خارجی و از همون طایفه اسفندیاریا بود و خیلی زن زیبایی بود. ایشون هم چقدر پول گرفت و آخرم همه پولا رو داد به گربه هاش و رفت و خیلی هم با ایرانی ها میونه خوبی نداشت. در صورت این کتاب اینجاست، اگر خواستید من میتونم براتون بفرستم به شرطی که شما هم مثل آقا خسرو نباشی و بگی کتاب رسید ولی من دوست نداشتم پس حمایت نمی کنم. اول حمایت کنید بعد ما براتون میفرستیم. جشن عروسی با فرح دیبا و جشن نامزدی محمد رضا با فرح در کاخ مرمر در کنار تاج الملوک و عکس‌های دیگه هست. حالا صفحه 13 هستیم تا برسیم به صفحه 80 و چندش که اون چیزها بود و توی این عکس‌هایی هم می‌بینید، حالا می‌بینید بعضی از ایرانی‌ها، آها اینجا وقتی دارن سرود ملی آمریکا رو می‌ذارن، شاه دست روی سینه‌اش گذاشته،
معمولا این کار رو انجام نمیدن. آمریکایی‌ها این کار رو انجام میدن برای سرود ملی خودشون و شما این کار رو نمیکنید. بعضیا میگن خب ایشون میخواسته به این وسیله نشون بده که ایشون هم آمریکایی بیشتر هست تا ایرانی، و یادتون باشه که ما سرود ملی در ایران نداشتیم به خاطر شاه کمدان و سرود شاهنشاهی داشتیم، و بعضیا به اشتباه سرود ای ایران رو فکر میکنن سرود ملی هست. دیدار امام رضا شاه با ریچارد نیکسون و بعد ماجرای کمک شاه به نیکسون برای انتخابات، اینجا کمک یعنی پول دادن، پولهای بی دریغ. میگه که آقای مانی خورسندی میگه که برادرش هادی در تکذیبیه گفته من از نوشته خوشم آمد، در کامنت من بود، پستش کردم از آقای جمشید طیبی بود. در صورت بله میگم نوشته خوبیه، ولی فوشاشو بیچاره آقای هادی خورسندی. خب دیدار شاه با آیزنهاور، دیدار شاه با ترومن و این دیگه چیزای رسمی که توی همه جای دنیا هست. و اینا فکر میکردن که مثلا اگر یک کسی ادای احترام میکنه به شاه، از این میترسن. مگر میگن نگاه کن چقدر زنگوله به خودش بسته، درخت کریسمسه، ما از این میترسیم. در صورت که رسمه. اونایی که میگن نگاه کن فلان جا آمده و دستبوسی این، خب بفرما اینم دستبوس ملکه انگلیسه، یا اینجا این هایل سلاسی آدمه، این یک آدم زشت کوتوله‌ای بود که حتی توی جشن‌های 2500 سال هم آمده بود. و این ماجرا هم خب چون اینا آفریقایی و اینا هستن، این کلاهی که میذارن سرشون از همون کلاهایی بوده که از قدیم درست میکردن که در شکار اینها بزرگتر نشون داده بشن، ولی اینا شکار و جنگل رو ول کردن. توی قرن بیستم هم باز از همین کلاهای پوستی و اینها استفاده میکردن. دیدار شاه با ملک حسین پادشاه مراکش، برید مصاحبه من با آقای احمد علی مسعود انصاری رو ببینید که میگه ملک حسین آمد ایران و به شاه گفت برادر بیا بریم تو بازار، هنوزم دیر نشده، با مردم صحبت کن. و وقتی که شاه نرفت، ملک حسین بدون خداحافظی از ایران رفت، چون عصبانی شده بود و به اصطلاح یک نوع به شاه گفته بود که با این کاری که انجام ندادی گور سلطنت خودت رو کندی. و اما این محمد ایوب خان رئیس جمهور پاکستان، شاه سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه، دیدار شاه و ایندیرا گاندی و دیدار شاه با ملک فیصل وزیر امور خارجه عربستان، دیدار شاه با وزیران این و اون، صفحه 44 هستیم. و این هر کسی این عکس ها رو جمع آوری کرده، به نظر من کار قشنگی انجام داده. همین که شما عکس ها رو بیاری زیر نویس یا بالاش توضیح بنویسی، اینها وقت میگیره. همین که اینها رو روی صفحه های مشخصی بذاری و به صورت کتاب در بیاری وقت میگیره. در صورت اینجا هم صفحه 52 و این هم آقای تختی که بعضی ها میگن نگاه کنید تختی در مقابل شاه سر خم کرد، هیچ اشکالی نداره. وقتی میخوان مدال بگیرن، همین ترامپ احمق هم گفت که نگاه کنید اوباما در مقابل عرب ها سر خم کرد، ولی وقتی خودش رفت اونجا با این شکم گندش تا زانو دولا شد که یکی تیپا بهش میزد با سر میرفت تو شکم ملک شاه عربستان برای که یه مدال بردگی به گردنش بندازن. عکساش هست. این هم جهان پهلوان تختی و این هم حاجی شاه، آقای شاه اسلام پناه. و از شاه اسلام پناه، باز شاه در حال نماز خوندن. و این هم مجله تایم، تایم تصاویر محمد رضا شاه رو مجله تایم و تصاویر از محمد رضا شاه با موضوعات گوناگون در حال خلبانی در با فرزندانش در کاخ سعدآباد. و اتفاقا این دوستی که امروز با ما خواهد بود، دیدم که وقتی مصاحبه میکنه با آقای ممقانی، آقای ممقانی که دوستیشو سر همین رضا پهلوی و شاه و اینها به من زد، گفت آقا یه دونه شاه در تهران چند تا کاخ احتیاج داره. حالا فهمیدی آقای ممقانی، این خدا رحمت کنه این آقای مصطفی، دکتر مصطفی هروی، وقتی که یه نفر بهش یه چیزی میگفت پسر جون من وقت ندارم با تو بحث کنم، من 89 سالمه، بلیتمو گرفتم، در گیت حاضرم که پرواز کنم. منظورش رفتن به اون دنیا بود.
و میگفت من هم یه روزی مثل شما نادان بودم، امیدوارم دانا بشی. در هر صورت میبینم که آقای ممقانی و اون سوسن خانم همشهری ما از اون مرز گذشتن و بهشون تبریک میگم. این هم عکسای شاه و همسرش و درست مثل خانواده‌های ایرانی که هممون این اسباب بازی‌ها رو داشتیم، این موتورسیکلت‌ها رو داشتیم، و این هم محمد رضا شاه و شعبان بیمخ، و این هم شاه که چگونه به اطرافیان بی احترامی میکنه، پاش رو صندلی گذاشته و داره چای میخوره، و این هم آقای شاه، عکس اعدایی محمد رضا شاه به نعمت الله نصیری که هیچ وقت ازش کسی نپرسید آقا این مدال ها، این پن ها، این سردوشی ها، این نمیدونم اینا رو شما در کدام جنگ، در کدام عملیات به دست آوردید. و این هم عکس هایی هست که همون جام که رفته بودن همه کفششون در آوردن، این دوتا با کفش رفته بودن جایی که این بنده خدا عشایری ها زندگی میکنن و اونجا رو باید بدون کفش میرفتن. این هم آقای شاه، کریسمس تری خودمون، بله بله، این هم که دیگه مثل دلغک ها این کلاه رو گذاشته سرش، این کلاه و نمیدونم اون تاج و عمامه هیچ فرقی نداره، همه اینها فلسفه شون اینه که قدشون از من و شما بلندتر نشون داده بشه. برید بخونید، همین که امروز شما میبینید تو کلیسا طرف یه بوغی میذاره سرش، این اینه که به شما بگه من از شما بزرگترم، بالاترم، به خدا نزدیکترم. ولی ما بدونی که بفهمیم. و اما آخرین صفحات عکس‌های از محمد رضا شاه در بیمارستان، واپسین‌های روزهای زندگی در کنار خانواده‌اش، در آخرین روزهای زندگی، مصاحبه با باربارا والترز در بیمارستان. من این مصاحبه رو ندیدم، ولی مصاحبه باربارا والترز با شاه و فرر رو حتما نگاه کنید. اونجایی که باربارا والتر بهش میگه که زنا، این میگه نه همه زن، میگه زنا مثل مردا نمیفهمن، بعد میگه آقا تو اگه میگی زنا مثل مردا نمیفهمن، تو این همسر تو با وجودی که با این سن جوان هست کردی نایب السلطنه. و خلاصه اشک فرد در میاد، ولی فرد چون با برنامه اومده بود و میخواست پدر شاه رو در بیاره و آخرم در آورد، هیچی نگفت، تو دلش گفت حالا یک زنی نشونت بدم که اون ورش ناپیدا باشه. میگه که آقای نیساری کابو جون، این سردوشی ها کپی شده و ساخت اربابان انگلیسیش هست، اینها برای بچه های انقلاب خوبه. آقا ما تمام عمرون این عکس ها را هزار بار تحمل کردیم، ولمون کن، قربانت برم. چشم، من میخواستم اینو به شما نشون بدم. نوشته سخن پایانی. نمیدونم چرا وقتی به پایان این مجموعه رسیدم دوباره یاد سوره از قرآن افتادم که میفرماید بگو بارلاها، ای مالک حکومت ها، به هر کس بخواهی حکومت میبخشی و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری، هر کس را بخواهی عزت میبخشی و هر که را بخواهی خار میکنی، تمام خوبی ها به دست توست، تو بر همه چیز توانایی. آل عمران 26. در پایان این مجموعه را به پیامبر فلان تقدیم میکنم که نکاتی هم به این بنده گناهکار خود بکنند. اینم از این ماجرا. نگران نباش آقا، گناهان شما روزی که جیزس خودش رو به کشتن داد بخشیده شد. طبق باور دوستانی که مسیحی هستن میگن آقای جیزس خودش رو به کشتن داد که گناهان من بخشیده بشه. میگم آقا ایشون از کجا میدونه سوربی از ایران سال 2019 گناه میکنه و اون موقع مزخرفات رو نگید، تو رو خدا بگید آقا ایمان دارید، برید حرفاش رو تکرار کنید. و یادتون باشه این سنگسار، این اعدام، این روزی شنبه کار کنین میکشنتون، اینا رو همین ماجرای انجیله. خب بریم سراغ آقای عابدی، ببینیم در اسکایپ ایشون برای ما فرستاد که بله، بچه های انقلاب که اینو نگاه نمی کنن عزیز من، بچه های انقلاب میشینن یه تلویزیون های نگاه میکنن که آقای زرابی و دیگران هی بگن ما چنین بودیم، ما چنان بودیم، هر جا میرفتیم دولا میشدیم، هر جا میرفتیم فلان بودیم، مگر باز ما اینا رو نشون بدیم؟ خب آقای نه، آقای عبدی رو داریم ولی آقای عابدی رو هنوز نداریم. ما با این آقای عابدی باید یه روزی یه ربع ساعتی خارج از برنامه صحبت کنیم تا ببینیم
چه می شود، چون ایشون به نظر میرسه خیلی گرفتاره و کسی که میخواد یک کاری انجام بده با همه گرفتاری هاش باید برای اون کار یه وقتی پیدا کنه. You missed a call from مهدی عابدی، میگه من اونجا دنبال شما روی فیس، روی اسکایپ، شما اینجا به دنبال من. چشم، من میام اینجا و ببینیم که حالا اینجا اگه باشیم با شما تماس بگیریم، این چت رو روشن کنیم. واقعا خیلی دنگ و فنگ داره این ویدیو. آره، یکی از دنگ و فنگاش اینه که فایرفاکس اجازه نمیده با فیسبوک ویدیو کانفرنس داشته باشی. عجب دنیایی درست کردم برام. بذارید یه دونه دیگه کروم باز کنم. نبسته باشم شما. نه خوب که گفت، نه کنسل. بعد اینو بیاریم اینجا. نمیدونم کجا هستم، چه کار میکنم. گفت چی طرف؟ گفت آی من چه کار میکنم. گوگل کروم. ببینیم که اینجا میتونیم با آقای مهدی عابدی تماس بگیریم روی این صفحه کامپیوتر دیگه و اسم ایشون هست عابدی، مهدی عابدی. از اون برم تلفنمون زنگ میزنه. بله، از زمین و آسمان. خب ببینیم که بله، میگن که سلام جناب سوربی، من اسکایپ رو بروز کردم، لطفاً تلفن تماس را بفرمایید. قربانت برم، اسکایپ برای اینه که با تلفن نباشه. ما که گفتیم، برای شما هم نوشتیم، اون اسم رو که بزنید پیدا میکنید. حالا ببینیم با این ما میتونیم با شما تماس بگیریم. یک لحظه، این هم مثل این که داره تماس میگیره. سلام، احوال شما؟ بسی جناب سوربی. من ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای مهدی عابدی هستیم. خیلی خوشحالم که این ارتباط برقرار شد. اجازه بدین که من تصویر شما رو بدم به سیستم و میکروفون رو در اختیار شما بذارم و اگر برای آینده لطف کنید و during the daytime روز اون نور پشت رو کم کنید، نور جلو بیشتر میشه و تصویر شما از اینم که هستید خوشتیپتر و بهتر میشه. ولی الان خیلی خوب شد، ممنونم. آقا بالاخره این چی میگن، هفت خانه تی شد و من شما با هم هستیم. فقط بذارید من این رو، تصویر شما رو اینجا داشته باشم، بدم به سیستم. و من همه چیز رو با اسکایپ ردیف کرده بودم. اسکایپ هم همون اسمی که براتون نوشتم، اگر به اصطلاح تایپ کنید یک ریکوست میفرستید و ریکوست هم با ما هستید. ولی مهم اینه که متاسفم که این کارو میکنم واسه الان داشتم اصلا دوباره شماره میگشتم این کارو انجام بدم، ولی فردا دیگه با اسکایپ میرسم که تشکر بهتر. مرسی عزیزم. یک کمی سر دوربین رو پایین بیارید که ما سقف رو نبینیم و صورت شما رو بیشتر داشته باشیم. ممنون. بله بله، همین خوبه. من ساکت میشم. آقای دکتر عابدی، شما در هر موردی که امروز صلاح میدونید با ما صحبت کنید و ما هم امیدواریم که چیزی از شما یاد بگیریم. دوستان عزیز، این شما و این هم آقای دکتر مهدی عابدی. آقای عابدی کی هستن؟ امروز چرا در خارج از ایران هستن؟ و حرف حسابشون چیه؟ همه حرفاشون حسابه، ولی حرف حساب امروزشون چیه؟ بفرمایید آقای عابدی. سلام آقای سوربی عزیز و شنوندگان و بینندگان عزیز مردم تیوی. من دو هفته پیش بود، البته عذر میخوام، قرار بود برنامه داشته باشیم، نشد، به دلیلی به خود میسر نشد، معذرت میخوام. یه معرفی خیلی کوتاهی اون روز داشتم خدمتتون، الانم دوباره تکرار میکنم عرضم رو. بنده دکترای جامعه شناسی دارم و در زمینه رسانه و در زمینه فعالیت های اجتماع محور خیلی فعال بودم، چه در ایران چه در اینجا. و خب رسالتم این که شما سوال فرمودین، واقعا خب به اصل مطلب رو عرض بکنم. رسالتم اینه که احساس میکنم هر کسی که میتونه کمک کنه به سطح آگاهی های اجتماعی، به سطح آگاهی های سواد رسانه‌ای میتونه کمک کنه، به نظر من امروز باید این کمک رو انجام بده.
من خب ایران بودم چند سال پیش آمدم، الان خب ایران میرم و به قول معروف در اینجا فعلا در ساکن هستم و کارامو در ایران دارم، صحبتامو دارم، نوشتهامو دارم، در صفحه فیسبوک هم میتونید ببینید فعالیت ها رو. و اما لب مطلب که میخواستم عرض کنم در مورد این صحبت ها این بود که امروزه خیلی ها تشنه شنیدن این حرف شاید باشم. خیلی از دوستانی که بیننده این دور تلویزیون ها و هزاران تلویزیون دیگری هستند و خود میدونید جناب سوربی میلیون ها میلیون امروز کلام داره در فضای رسانه‌ای تولید میشه و پخش میشه، هزاران نوشته میشه، همیشه سوال ملت ما این بوده که خب برای چی؟ به چه درد میخوره؟ اینقدر حرف زدیم چی شد؟ آخه با حرف مگه چیزی میشه؟ من میخوام اینجا این پاسخ رو بدم و پاسخ این پاسخ سوال خودم و که پاسخ سوال شما هم بدونه یاد بدم. چی میشه؟ اتفاق این میفته که آروم آروم وقتی صحبت گفته میشه، وقتی آگاهی ها بالا میره، وقتی ما به صحبت های البته حرف های حساب، نه حرف هایی که متأسفانه 50% رسانه های میشده حرف هایی که واقعا ارزش شنیدن نداره چون که رو هم میشه با فوش و بد و بیرو، نه اتفاق میخوام همین حرف بکنم که چگونه ما میریم به سمت یک گفتمان سالم. وقتی حرف شنیده میشه، وقتی آگاهی و سواد رسانه ای بالا میره، آروم آروم چند اتفاق میفته. یکی این که سطح یعنی آستانه تحمل ها بالا میره، دیگه اینجا میشینه یادم چپ چپ با یادم راست راست صحبت میکنه، کمان که اتفاق چند ماه پیش در دانشگاه تورنتو برای اولین بار بین دو فیزیک به چپ و راست اتفاق افتاد، یعنی آستانه تحمل بالا میره. دوم هم این که آروم آروم ما میریم به سوی گفتمان سالم، یعنی اگر آقای سوربی یک مطلبی رو عنوان کردن و 100% من نه تنها با اون حرف مخالف بودم، حتی گمانم بر این بود که اون حرف کذبه، شروع نمی کنم به بد و بیرا، یاد می گیرم چگونه پاسخ اون حرف رو بدم و یاد می گیرم چگونه گفتمان سالم و تعامل سالمی داشته باشم که آروم بتونیم از این فضای مسموم رسانه‌ای که متأسفانه در رسانه‌های ایرانی وجود داره به طور عام از این فاصله بگیریم و دوری بگیریم. من ناراحت میشم، خیلی از دوستان هستن امروز دلشون میخواد صحبت کنن، از کامنت هایی که میاد زیر حرف بقیه دوستان میترسن. من خیلی از آدم ها رو میبینم که خیلی حرف برای گفتن دارم و خیلی دانش بالایی دارم، وقتی میگم چرا صحبت نمی کنی میگن آقا دیدی یعنی چیزایی می نویسن، خودم اولویتش بوده. پس بنابراین هدف دوم از این حرفا اینه که ما بتونیم تعامل و گفتمان سالم داشته باشیم، و نه هدف سوم که هدف قایی از این حرف هاست و دوستانی که همیشه این ایرادو میگیرن که آقا حرف 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 چی شد، میخوام به این نکته اشاره بکنم، همین حرف هاست که روزی تبدیل به عمل میشه. شاید روز اول که مارکس در مورد مانیفست کمونیست فقط صحبت میکرد، رو هوا صحبت میکرد، هنوز رو برگه به کاغذ هم نیامده بود، هیچ کس باورش نمیشد که قرن بیستم رو ما نصف دنیا رو در تحت تسلط مانیفست کمونیست و بلوک شرق داشته باشیم. از کلام آغاز شد و به عمل انجام بود و بسیاری از تفکرات و بسیاری از سیستم ها و بسیاری از فرایندهایی که امروز داره در دنیا میبینیم از کلام آغاز میشه، به نوشتار تبدیل میشه و قایتاً به عمل میانجام. حالا این بحثی بودش که میخواستم عرض کنم، اما امروز بحثی که میخواستم عرض کنم جالبه، یه بحثیه که میخوام خیلی ساده به زبان جامعه شناسی و بسیار به زبان علمی ساده مطرحش بکنم که میشه در بسیاری از رفتارهای امروز اجتماعی و سیاسی ما نه فقط ایرانیان در دنیا داره و مثالهای بین‌المللیش هم خواهم زد و بعد برمیگردم به ایران خود. بحث تفاوت اینه که ما بین ملت‌های خیلی جالب چیز هم داره، یه بچه تصمیه خیلی جالبی هم با اسم تلویزیون شما داره، مردم یا ملت، مردم تیوی. یک تفاوت بسیار فاحشی بین ملت، مردم، توده و امت وجود داره که در بسیاری از موارد توی قرن اخیر اینها با هم مخلوط شده، اختلاط پیدا کرده. جناب سوربی من میتونم تصویر شما رو هم داشته باشم؟ من تصویر شما رو ندارم. نه تصویر من مستقیم میره توی کامپیوتر، تصویر شما میره اونجا بغل هم قرار میگیره. بعد از برنامه لینک رو براتون میفرستم اونجا هست. البته اونایی که آقای عابدی اونایی که عرضم به خدمت شما که
موضوع اینه، تفاوت بین ملت و امت و مردم، اگر ما خوب بتونیم تفاوت رو تشخیص بدیم و بدونیم در کجا ملت‌ها نقش داشتن در تاریخ، کجا امت‌ها و کجا توده، خیلی راحت امروز میتونیم مسائلی که در دنیا ما باهاش سر کار داریم رو تجزیه تحلیل بکنیم و از سوی دیگه دوری بکنیم از خصوصیات آن دسته‌ای که ما میخوایم تعریف کنیم و بشناسیم. یعنی اگر واقعا من با تعریفی امروز میکنم نگاه میکنیم میبینیم تا حالا توده بار عمل کردیم، مثلا فاصله بگیریم از این به قول من خصوصیات و ویژگی های توده بارگی، یا اگه مثلا امت عمل کردیم فاصله بگیریم، اگه مثلا چند ملت دیدیم که مثلا چقدر خوبه یا نه، مثلا بهش نزدیکتر بشیم. من اجازه بدید کلامم رو از اینجا شروع بکنم که خب واقعا وقتی نگاه میکنیم که در اتبادی ام جامعه، خب یک الزام غریزیه برای انسان‌ها که گرد هم بیان، به دلیل اینکه بسیار ساده، به دلیل بسیار ساده میشه گفتش که به خاطر اینکه ارضا میکنه غریزه با هم زیستن رو، چون انسان‌ها اصولاً این غریزه رو حتی در انسان‌های اولیه که هنوز خط و نوشتار و گفتار و هیچی نداشتن این غریزه رو داشتن. حالا در کنار غرایز فیزیکی که برای خوراک و پوشاک و مسکن و اینها بود، اصولاً یک غریزه زندگی اجتماعی هم داشتن، یعنی دوست داشتن با هم باشن، کما اینکه این غریزه رو در بسیار از حیوانات دیگر که گله‌ای زندگی می‌کنن رو ما داریم می‌بینیم. اما خب کارکردهایی هم این دوره هم زیستن داشت، از جمله شکار دست جمعی، از جمله تقسیم منابع دست جمعی، از جمله سرپناه دست جمعی و و و و که خیلی نمیخوام وارد قضیه بشم. بنابراین یک جامعه ساده حاصل دوره هم آمدن انسان‌ها در کنار هم بود، فارغ از هر گونه اعتقاد، عقیده، به قول معروف چی میگن، گرایشات و سلاله. آروم آروم پس از سالها و به هزاران سال که شهروندی و تمدن‌ها شکل گرفت، این گرد هم آمدن انسان‌ها ورای قضیه غریزی اجتماعیش و غریزی فیزیکیش آمد، یک چیز فاکتور دیگری هم درش دخیل شد به عنوان ایدئولوژی‌ها، مذهب و اعتقادات آدم‌ها، که این هم یک سببی شد که آدم‌ها دور هم بمونن و همدیگر از یک جنس بزنن. خب من هم اینجا میخوام چون خیلی سریع تاریخ رو اومدم جلو، برای که نمیخوام مورد به اطلاق وقت بشم، میخوام اینجا بگم از جمعه که تمدن ها تشکیل شدن و آدم ها به عنوان زندگی جمعی در تمدن ها یا به عبارت بهتر این متروپولیتن های به شکل امروزی تقریبا دار شکل میگیره، این موضوع اعتقادات و ایدئولوژی و مذهب امر بسیار مهمی بود در کنار هم آمدن و هویت جمعی دادن به جمع. اندیشمند بسیار گرانقدر جامعه شناسی امیل دورکین آمده برای اینکه این قضیه رو تحلیل بکنه و این فاکتور سوم رو که در اجتماعات اولیه بشری دخیل شده رو بتونیم ما بهتر درک بکنیم، آمده دو نوع وحدت برای این اجتماعات در نظر گرفته، یک نوع وحدت مکانیکی، یک نوع وحدت ارگانیک. میگه در وحدت مکانیکی آدم‌هایی که دور هم جمع میشن برای موضوعات فیزیکی و غریزی، یک عامله که همه آدم ها برای تمام رنگ و اعتقاد و اینها یک عامل یا یک هدف، من اسمش میذارم هدف خاصه که آدم ها دور هم جمع. مثلا یک زمانیه که یک امپراتوری مثلا یک هدف خاصه، مثلا چونم نگه داشتن یک امپراتور یونان چه امپراتور رومی، یا مثلا یک مذهبی، یک مثلا دینی به نام اسلام میاد، همه آدم ها دورور اون دین جمع میشن به عنوان امت محسوب میشن. وحدت مکانیکیه، کاری به کارکردهای آدم ها نداره، کاری به ویژگی های آدم ها نداره، همه علومش یک هدف باید، یک ایدئولوژی ثابت که ما میگیم هدف خاص، اینا دور هم جمع میشن میشه وحدت مکانیکی. ما این اسم میتونه امت، یعنی آدم هایی که بعضی مواقع اهداف دیگر چه بالاتر چه بالاتر براشون اهمیتش کمتر از آن هدف خاص، اون امته. مثال دیگرش خلق کمونیسته، همه دور هم جمع میشن، همه گرده هم میان یک اجتماعی رو تشکیل میدن برای پاسداشت و حفظ نظام کمونیست، حتی اگر مرزهای جغرافیاشون از دست بره، که این اتفاق افتاد که حتی در مانیفست های کمونیست چی میگن خیلی چپ، مثلا چگوارا اینها، انترناسیونالیست شدن، این مرز اجتماعی، مرزهای جغرافیا اصلا مهم نبود،
مهم فقط حس و پاسداشت ایدئولوژی کمونیست بود. آقای آقایی یعنی کمونیست ها هم امتی عمل میکنن؟ دقیقاً در اینکه به دنبال یک هدف خاص دور هم جمع میشن و کارکردهاشون دیگه مهم نیست. دیگه اصلا مهمی چه ویژگی چه کارکردی، همه براشون کمونیستی مهمه. همه یه شکل، همه یه جور، همه یک آرمان، همه یک هدف، همه یک به یک طرف میرن. خب این میشه امت. اما یه موقع هستش که حالا میگیم وحدت ارگانیک رو چه تعریف کرده میدونی؟ همونجور که اسمش برمیاد چه به ارگانهای بدن تشبیه کرده، میگه آدمها در کنار هم جمع میشن با کارکردهای مختلف، با رویکردهای مختلف، با ویژگیهای مختلف حول و حوش یک هدف، میگم خاص نه عام. اون هدف عام نمیتونه جغرافیایی باشه، نمیتونه ایدئولوژیک باشه، نمیتونه مذهبی باشه. اون هدف عام داشتن جامعه بهتر و زندگی سالم‌تره، داشتن امکانات بهتر به عنوان یک بشره، داشتن آنچه که بشر لایقشه. بنابراین میاد میگه این آدم‌ها که اسم شما بذاریم بندر، یکی پزشکه، یکی راننده است، یکی ماهیگیره، یکی چه میدونم کارگره، اینها همه خودشون کارکردهای خودشون رو دارن و دارن کمک میکنن به این مجموعه فقط برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن. ممکنه کارگر کمونیست باشه، ممکنه پزشک راستی باشه، ممکنه مثلا چه میدونم رانندمون به شدت مذهبی باشه. اینا همه این کارکردها رو برای خودشون دارن و دارن تا این کارکردها استفاده میکنن برای بهتر شکل دادن اون جامعه. من شاید مثال ملت واقعی رو بتونم در کشورهایی که امروز مهاجرت پذیرن امثال کانادا یا سوئد یا استرالیا، حالا کمتر استرالیا، نام ببرم که ببینید همه اسجداد مختلف. ما امروز در کانادا پنجابی هایی داریم که هنوز با شکل و لباس سنتی در تمام شهر دیده میشن، اما هیچ کدومشون نمیان بگن سیک برترن، هیچ کدوم نمیان برای سیک کار بکنن، همشون برای جامعه بهتری در کانادا کار میکنن، در این حال که به اعتقاداتشون باوند هستن، اجتماعات خودشون رو دارن، ویژگی های خودشون رو دارن، تمام کار کردن و مناسک خودشون رو دارن. این میشه ملت. پس بنابراین امروز وقتی نگاه میکنید میبینیم که ما در یک جامعه سعادتمندیم برای اینکه وحدت ارگانیک در اون جامعه شکل گرفته. من حالا بیام به مثال بدن. اگر قرار بود که در بدن ما وحدت ارگانیک نباشه، وحدت مکانیک باشه، مثلا شما میتونید سلول استخوان یکی از سلولهای بسیار سفت با ویژگیهای بسیار متفاوت با سلول مغز یا با سلول خونه. خب اگر وحدت مکانیک بود سلول استخوان میومد ژن‌هاش دستور میداد به بقیه سلول‌ها که نه شما به درد نمیخورید، شما نرمید، اصلا آسیب پذیرید، بیاید همتون بعد استخوان بشید. خب تصور کنید اگر همه بدن ما استخوان میشد چه؟ سلول چه میدونم مغز میمد میگفت نه، مغز مهمه، محل تصمیم گیریه و ما کارکردمون بسیار اهمیتش بیشتر از سلول استخوان بی مصرفه که سنگ هم میتونه کارو انجام بده. بیاین تمام بدن بشیم سلول مغز، فکر کنید تمام بدن ما مغز تشکیل میشد، اصلا نمیتونستیم قدرت حرکت نداشتیم. حالا امروز در جوامع هم همینه، وقتی امت یا خلق میاد میگه آقا همه مثل هم بشیم، این همین مثاله. خب چه اتفاقی میفته که هممون امت بشیم هممون خلق بشیم؟ برعکس وحدت ارگانیکه که میاد میگه هر کسی کار کرده خودش داشته باشه، هر کس کار خودش داشته باشه. این یکی از الفبای علم جامعه شناسی، ما بشیم تقسیم وظایف، تقسیم وظایف درست شکل بده حول و حوش نه یک هدف خاص، یک هدف عام، هر کسی زندگی سعادتمند و کامروایی داشته باشه در باشه. خب حالا من همینجا میخوام دوباره یک اشاره داشته باشم به موضوع این که چرا حالا من این تقسیم بندی که میکنم چقدر جالب اسامیش هم اطلاق میشه به خیلی جالب جناب سوربی دوستان از بیننده. ما وقتی صحبت میکنیم میگیم امت، معمولا پشبندش جغرافیا نیست، پشبندش چیز عمومی نیست، پشبندش چیز خاصه، میگیم امت اسلامی، میگیم خلق کمونیست، میگیم امت مثلا چندم سیک میگیم. ولی وقتی که صحبت مردم و ملت میشه پشترش یک هدف عامه، میگیم ملت ایران، کار نداریم زرتشت، مسلمان، ترک، لور، معتقد، معتقد نیست، حتی خلافکاره، حتی اونی که تو زندانه، اسمش ملت ایران. میگیم ملت اروپا، میگیم ملت مردم آسیا. اینها اهداف عامه پشتش و بر همین اسمش هم پشتش عام میاد. وقتی میگه امت بگیم
حالا بیایم این دوتا رو کاملا با هم دیگه صحبت کنیم، گذاشتیم کنار، الان میدونیم شاید بتونیم تشخیص بدیم که تا حالا امتوار عمل کردیم یا مردموار، که مسلما مردموار عمل کردیم. اما این وسط یه جمعی هم نمیم به نام توده که شاید بتونم بگم کشکارگرترین نوع جمع یا جامعه در دنیای امروز ماست. توده بار زندگی کردن، توده بودن. توده چیست؟ سالها قبل، حالا تو زمان بچگی منم شاید نبود، ولی یه کارتونی بود دوره باربا پاپا. توده یعنی زندگی به شکل باربا پاپا بودن، هر جایی به هر شکلی در بیاد، به دنبال هر هدفی برید، حول و حوش هر چیزی جمع بشه. توده ها ابزارهای بسیار مناسبی امروز برای سیاستمداران و حاکمان هستن. تودن به راحتی اسباب و ابزارن، استفاده میشن بعد کنار گذاشته میشن. به راحتی هر موقع میخوان از انباری در میارن، یه فوت میکنن، یه انگیزه نشون میدن، دوباره میشن توده به هر شکل. متاسفم من که امروز میبینم ملت ما بیشترشون دارن توده بار عمل میکنن، ملت نیستن. یعنی به قول حال نمیگم ملت نیستن، کار کرده ملت رو خودشون نشون نمیدن، کار کرده توده رو دارن نشون میدن. امروز میگی رأی بدی، میره رأی میدن، فلان شخص میاد میگه حلقه فلان، حالا اسمی برم، آقا همه میرن دنبال حلقه، هر محفلی میشینی حلقه فلانی رو دیدی؟ چی میگه؟ آقا چی میگه؟ آقا چی داره بگی؟ آقا این کجا بوده؟ چجوری این همه مرید پیدا کرده؟ یکی دیگه پیدا میشه در غرب استان، در غرب کشور ادعای امام زمانی میکنه، در کمال تعجب میبینی آدم ها دنبالش میرن، اسب سفید برمیداره، نیزه با خودش میاره، اصلا نمیدونم دیدین یا نه، اصلا خنددار بود. یه جای دیگه یکی میگه من انرژی درمانی میکنم، یه دفعه 10,000 نفر میرن یه جایی برش جمع میشن. یکی دیگه میاد مثلا یه جایی ادعا میکنه که من فلان حزب سیاسی رو دارم، میخوام به فلان. یکی میاد میگه آقا من فردا هواپیما هم 200 فروند آزاده است، فردا صبح وسط میدون شهیاد میام چیز میکنم، فرود میام. کجا میخوای فرود بیا؟ چی دوره بر اون جمع میشن؟ به این میگن توده جناب سوری. این توده بار عمل کردن باعث پسرفت تمام جوامع شده، نه فقط ایران، نه فقط ایران، کشورهای مختلف. طرف میبینی در مثلا آسیای جنوب شرق، حالا من اسم نمیخوام باز ببرم، مثلا خب البته چون به حال اون هم دچار تضاد سیاسی هم، همین بالاندافا یه نفر اومده میگه آقا من حرکات اینجوری میکنم، میلیونی جمعیت پیدا شده دوره. این یعنی توده. چرا؟ چون در چین توده بار زندگی کردم، در چین یاد نگرفتم، امت بودم بعدم شدم توده. به خاطر این در باز کردن درها به اقتصاد غرب، از امت به توده تبدیل شدن، هنوز ملت نشدن. آقا فالونداخا نمیدونم میاد کشت میکشن، سرکوب میکنن، دولت مخالفت میکنه، یه نفر نمیاد بگه آقا خب این حرکت و این جنبش یعنی چی؟ آقا چی میخواد بگه؟ آقا برای چی دنبال اینی؟ یا جای دیگه تو خود همون امریکا فکر میکنید ما کم زندگی توده بار داریم؟ فکر کنید یه نفر بیاد مثلا چه میدونم ادعای شعبده بازی بکنه، ادعای جادوگری بکنه، کم مرید به دست میاره؟ امروز زندگی توده ای آفت جوامع شده و دلیلش ناآگاهیه، دلیلش ناآگاهی اجتماعیه، ناآگاهی سیاسیه. دلیلش اینه که حاکمان و سیاست مداران دوست دارن توده رو، به توده وار زندگی کردن مردم ترغیبشون بکنن. امروز رسانه‌های هالیوودی، امروز رسانه‌های غربی یا رسانه‌ها در کلیه در جایی که رسانه حکومتیه، همه دنبال اینه که مردم رو توده بکنن، مردم رو تابع یک به قول معروف یک زندگی سطحی، شالو لایف، یه زندگی سطحی بسیار سخیفی بکنن که بتونن در هر جایی به اون ابزارش استفاده کنن. دوست ندارن آدم‌ها به اندیشه واداشته بشن، دوست ندارن آدم‌ها فکر بکنن، دوست ندارن آدم ها تبدیل ملت بشن. ما کم کشور نداریم که ملت های واقعی بدارن. حالا باز من این مثال بدارم ممکنه خورده بگیرن، کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی مثل کانادا، حالا تا یه حدی البته تو بقال اینجا هم دنیای غربه، زندگی غربیه، ولی خب خیلی تونسته ملت رو تشکیل بده، اون هم فقط به مدد مهاجری. و خیلی ملت ما خیلی جای ملت دارن، ژاپن ملته، کره ملته، اینا دنبال اینه که هدف عام بودن، اینا برای زندگی بهتر دارن میکوشن با تمام اختلافاتشون. حالا امروز این بحث رو برای این مطرح کردم که اتفاقی چند صفحه هم در فیسبوک دارم امروز می‌نویسم، اگه دوستان خواستن میتونن مراجعه بکنن، که بیان واقعا نگاه کنیم چقدر تا حالا تو دوار عمل کردیم. آیا وقتی گفتم بریم رأی بدیم با آگاهی خودمون بوده، با علاقه خودمون بوده رفتیم رأی دادیم، یا اینکه میگیم آقا همه رأی میدن بریم دیگه، آقا همه میگن فلانی خوبه بریم، آقا همه میگن، به قول اندیشمند فیلسوف بزرگ
میگفتش که اگر اکثریت همه به ناحق رأی بدن دلیل ولی نمیشه که اون ناحق حق باشه. آقا قرار نیست اینجوری باشه. آقا بریم همه فلانی میگن فلانی درسته، آقا فلانی اینجوریه، فلانی اینجوریه، میشه این؟ میشه اینه که میبینیم در دنیا، من کاری به ایران ندارم، در دنیا میبینیم میشه که یه آدمی مثل ترامپ میاد میشه صاحب دنیا. خب آیا ترامپ چیزی به غیر از محصول یک جامعه توده‌وار بود که بود؟ توده آمریکایی که فقط از دنیا یک مکدونالد یاد گرفته بود، یک مالهای بزرگ. من یک مقاله در فیسبوک هم دارم، حتما ببینید، حالا یه اشاره کوچیک بکنم، اسمش از سندروم مرکز دنیا. این چه مرضیه؟ بعضی از این توده ها فکر میکنن که اونجایی که هستن مرکز دنیا. آمریکایی توی یکی از ایالت‌های آمریکا مثلا تنسی نشسته فکر می‌کنه مرکز دنیا اونجاست. آقا اینجوری نیست، چشم تو واق کن، سوار هواپیماشو برو ببین دنیا چه کشورهایی داره، کشورهایی که از شما خیلی هم عقب افتاده تر هستن، برای خودشون زندگی دارن، جامعه دارن، سیستم دارن، علایق دارن، آرزوها دارن، آرمانها دارن. تو چرا فکر می‌کنی تو مرکز دنیایی؟ چرا من نوعی در ایران نشستم فکر می‌کنم ایران مرکز دنیاست؟ چرا اون یکی آقای اردوغان در ترکیه نشسته فکر میکنه مرکز دنیاست؟ آقا این خبرانی سندروم مرکز دنیا امروز ما رو داره نابود میکنه، حتی در خانواده، حتی آقای سوری در محلاته بود، طرف توی محله تو تمام مثلا آمریکا، چون تو نیویورک نشسته فکر میکنه اونجا مرکز همه بهترین جای دنیا. ما باید یه حرف و چی بود، صد تا محله دوره برد به مراده و مال تو به. حالا خیلی به حاشیه نرم و اینو میخوام بگم، زندگی توده‌واره که این توده ها هنرمند شبیه خودشون هم انتخاب میکنن، هنرمندی که روی کنسرتش از هیچ حرف رکیفی ابا نداره. محصول چیه؟ محصول بی‌هویتیه، بی‌شخصیتی منشأش بی‌هویتیه، محصول زندگی توده‌واره که هنرمند اجازه میده اینجوری الفاظ رکیف به کسایی بگه که مریدشن. توده‌ها رو اونجوری تحقیر رو هنرمندشون شکل خودشونه، سیاستمدارشون شکل خودشونه، عرضم به خدمت شما بازرگانشون شکل خودشونه و برای همینه یه دفعه از توش دزدی در میاد، از توش اختلاس در میاد، برای اینکه هویت نداره، برای اینکه نمیدونه اصلا کجاست، به چی تعلق داره، به کی تعلق داره، نه هدف خاص داره نه هدف عام. به خدا من یه موقع فکر میکنم جناب سوربی امت بودن به مراتب بهتر از بوده، اقلا آقا به یه چیزی، به یه مرامی، به یه طرفی میگیم آقا تکلیف داره معلومه، آقا اونوریه تموم شد، چه میدونم کمونیسته، چه میدونم اسلامیه، چه میدونم کاتولیکه، فلانه. این توده وار بودن آفته، از امت آفت تره که امروز ما گرفتار شد. آقای عابدی، حالا امیدوارم دوستان توده‌ای به شما حمله نکنن. شما امروز نکات زیادی رو پوشش دادید که هر کدوم از اینا میشه بحث یک برنامه یک دو ساعته تا با هم صحبت کنیم، ولی خیلی جالب بود. شما ترامپ رو توضیح دادید که چجوری میاد حتی به این توده طرفدار خودش توهین میکنه، همونجا میگه که من عاشق شماها هستم که کم سواد هستین، نادان هستید، تنها به این دلیل که اینو انتخاب کردم. و باز توضیحات زیادی دادین. البته من یه چند تا سوال دارم، یکیش مثلا اینه که شما یه جا گفتید که دین و مذهب دلیلی میشه که همین امت و اینها با هم باشن، بعد گفتید حتی انسانهای اولیه شروع کردن با هم بودن برای شکارهای دست جمعی و اینها. بعد یه چیزی دیگه که بیشتر به کار ما مربوط میشه، گفتید که این برنامه ها، همین کل کل کردن ها، دعوه ها، فوش ها، یه خوبی داشته که تحمل ما رو بالا برده. امروز میتونیم با دوستانی که دگراندیش هستن، مخالف عقیده ما هستن، صحبت کنیم. ولی از طرفی بلافاصله گفتید که بعضی ها هستن که نمیان، میگن دیدی فلانی چه فوشی داد به من، دیدی این کجای کار هستیم، امیدی هست به فردا یا باید برگردیم به دیروز، دیروز بهتر از امروز بوده یا فردا بهتر از امروز خواهد بود؟ نه مطمئنن جناب سوربی عزیز، بینندگان عزیزی که شاهد برنامه هستید، بهتر شده، خیلی بهتر شده. شما تصور بفرمایید که من مثالش رو زدم، من حالا ویدیوشو دارم میتونم بعدا براتون بفرستم، مثلا یه خود سیاره یک ساعت بین فیلسوف بزرگ معاصر ژیژک و آقای
پترسون در دانشگاه تورنتو برای اولین بار یک کمونیست چپ با یک راست افراطی میان با هم مناظره میکنن برای اولین بار در تاریخ جلوی 4000 نفر در یک جایی. خب خودشون هم میگن اتفاقا خود موجود میگه من این اتفاق جالبیه که ما آروم آروم بتونیم نظرهای مخالف رو با هم نزدیک کنیم و حداقل بتونیم با هم یه جوری بشونیمشون. میخوام میگم این اتفاق در جهان داره میفته و در رسانه‌های ایرانی هم به همین ترتیب آروم آروم آستانه تحمل ها بالا میره. ببینید آروم آروم من امروز وقتی نگاه میکنم که میبینم مثلا یه آدمی میاد خیلی محترمانه برخلاف من صحبت میکنه، این به من انگیزه میده محترمانه هم پاسخش رو بدم. و آروم آروم وقتی ما وارد فضای محترمانه بشیم بیشتر میتونیم گوش کنیم. جناب سازی شما وقتی وارد فضای خشم و وارد فضای دشنام میشی حتی اگر اون آدم حرف حق هم بزنه نمیتونی گوش بدی، ولی وقتی وارد فضای آروم میشی گوش میدی و اتفاقا به احترام اون آدم حتی اگر باش موافق نباشی تلاش میکنی اتیتیودت رو یه مقداری نرم‌تر کنی. الان یه آدمی مثلا کمونیستی به قول شما توده ای بیاد به من بگه، بیاد بگه آقا تو فلانه، اصلا محترمانه وقتی بگه من شروع میکنم اتیتیودم نرم‌تر کردن، اصلا شاید به این نتیجه برسم که آقا اشتباه کردم ببخشید، خلق کمونیست اصلا اومد بود. مثال میگم اون مثال بله. تجدید نظر میکنم، ولی وقتی میاد فوش بده راسختر میشه. بله شما جدیدتر میگو در یک مذاکره که زبان نرم نباشد هر طرفین به عقیده خودشون سرسخت‌تر میشن، ولی وقتی زبان نرم به زبان تعامل باشه آدم ها فکر میکنن تجدید نظر میکنن، من میرم حرفامو از این به بعد نرمتر میکنم. اصلا مثال کمونیست دیگه میگم خوب آخرش اینه دیگه، آخرش میگه با اینکه اعتقاد دارم ولی دیگه مثال کمونیست اصلا نمیگم. آره متوجه میشید که طرفتون حساسیت داره یا تعصب داره، اونو جدا میکنید از مکالمتون. آقای عابدی من از شما بسیار ممنونم، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های آینده بیشتر از شما استفاده کنیم و اون ویدیویی هم که گفتید حالا اشکالی نداره لینکش رو بفرستید، ما تو تلویزیون مردم ساعت زیاد داریم، برنامه‌های آزاد زیاد داریم، میذاریم اونا رو به عنوان بازپخش، خودمون هم یاد میگیریم دیگه. شهر مناظره بزرگ بین پروفسور جیت و آقای پترسون 4000 نفر در دانشگاه تورنتو، طرف میگه اگه مسابقه هاکی بود دقیقا نمیومدن، خیلی جالبه شهر میتوستن برای هاکی گوزیده شد بله. من در حین صحبتامون فیسبوک شما رو نشون دادم، دوستان میتونن از طریق صفحه فیسبوک با شما تماس بگیرن، خیلی هم اونجا دیدم ریسپانسیو هستید، جوابگو هستید. ممنونم که مهمان برنامه ما بودید، امیدوارم با شما بیشتر باشیم. قربان شما، روز شما خوش جناب صبحی، ممنونم که این امکان رو در اختیار من گذاشتید. روز و روزگار شما خوش، خدا نگهدار همه بینندگان. به امید دیدار شما، مرسی. دوستان عزیز با آقای دکتر مهدی عابدی بودیم، فیسبوک ایشون رو به همین اسم خیلی ساده، یعنی هیچ جوری شما نمیتونید حتی اگه بخواین هم اشتباه بنویسید، مهدی عابدی، و سوال کنید ازشون، نظرشون رو بخواید تا بعد بتونیم با هم صحبت‌هایی داشته باشیم. و اما قرار داریم با کانادا ببینم این دوستمون حاضر هستن، 2 دقیقه هم تأخیر داریم، ما هم دوبار ازشون عذرخواهی میکنیم. و این تصویر ما که اینجوری برعکس میشه بهش میگن میرور ایمیج، اینو باید توی اسکایپ بگردم درست کنم، بعضی وقتا من اصلا سیستم رو میدم به کامپیوتر که تصویری اونجا نداشته باشیم. بله خیلی ممنون دوستان عزیز، یکی از بانوان عزیز همشهری خانم سوسن ولایت با ما هستن، بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و اجازه بدید که تصویر شما قطع و وصل میشه، اگر بتونید اون وی... ممنونم متشکرم خانم سوسن خانم، فامیلی شما ولایت هست یا ولایت؟ چون می نویسید ولایت اونجا، من حتی امروز دنبالتون میگشتم به نام ولایت پیدا نمی کردم. این فامیل حقیقی شماست؟ من فامیلیم ولایت هست. بله. اشتباهی شده توی پرونده های من و یک کلمه بالا پایین که شده بعد به صورت اینجوری تایپ شده دیگه، منم دنبالش نرفتم درستش کنم چون گفتم خیلی طولانی میشه، حالا این بخشش رو خیلی مهم نیست. باشه آخه من هم همیشه اینجا میگم این مخصوصا تو آمریکا زیادتر از کانادا و اینا اینجوریه که گاهی وقتا این ا رو ا میگن، ا میگن، ا میگن و یه چیزی ما مینویسیم اونا یه چیز دیگه میگن. من هنوز تصویر شما رو ندارم که به سیستم بدم، مثل که
اینترنت ضعیفه یا با تلفن اگه تماس میگیرید یک کاری باید انجام بدید که تصویرتون یه لحظه آمد و رفت. نه یه لحظه سب کنید من جا به جا بشم یا میخواین شما به من زنگ بزنید شاید اونجوری بس میشه. هر جور که شما راحت هستیم، ما هستیم، دوستانم هستن. دوستان عزیز، من در حین مصاحبه با ایشون صفحه فیسبوکشون رو هم نشون میدم و خود من هم متاسفانه قبلا با ایشون درگیری داشتم، شاید جا داشته باشه که عذرخواهی کنم و برگردیم به همون صحبت‌های آقای دکتر عابدی که وقتی ماها با هم دوستانه صحبت نمی‌کنیم بیشتر پافشاری میکنیم روی باورهامون، حتی اگه یکم هم شک داشته باشیم که باورمون درست نیست، ولی میگیم حالا که این اینجوری میگه من باید پافشاری کنم. من ماها پیش بود که با آقای ناصر ممقانی پولی مصاحبه کردم و یه دفعه دیدم ایشون توی جریانی افتادن که به نظر من جریانی بود یه طرفه و برگشتنش مشکل بود و همین هم شد. بنده خدا خیلی از لحاظ بیزینس به خودش ضرر زد، از لحاظ دادگاه مشکل پیدا کرد. بذارید من تصویر شما رو بدم به سیستممون اینجا، هر جا که شما راحت هستید اونجا برم. بله باشید اینجا، اجازه بدین. این تلفنتون یا دستگاه رو نمیتونید 90 درجه بچرخونید از این حالت از این حالت عمودی به افقی تبدیل بشه که، ولی نچرخید، تلفنتون روی لاک هست، اون صفحه اول باید لاکش رو آزاد کنید تا بچرخه. خب همینجوری باشه اب نداره. همین که شش به من بگویید که میخوان تصویری که من اصلا نمادگی نداشتم به خاطر درست. تقصیر منه. من فکر کردم که خب حالا نه بازم اینجوری همون برگردونید اونجوری صاف داره، چون اینجوری همینجوری وایسین باشین باش و من این تصویر شما رو اینجوری الان میدم به سیستممون. و یه اتفاق جالبی که برای من افتاد این بود که پریروز آقای شادانلو ویدیوی برای من فرستادن که توی اون ویدیو من دیدم که این خانم سوسن ولایت الان صحبتهایی میکنن که برخلاف باورهای قبلی هست و با شما تماس گرفتم. خیلی خوشحالم با وجود اون دلخوری که از من داشتید قبلا، مثل یک بانوی ایرانی، مثل یک خواهر گرامی حرف زدیم با هم و امروز اینجا هستید. بگید ببینیم که چی شد این جریان باور و اعتقاد شما به آقای رضا پهلوی و اینکه امروز میبینیم که شما رو به اون نتیجه رسیدید که منم سال 1987 رسیدم. من وقتی دور بودم باور داشتم، ولی وقتی آمدم نزدیک دیدم که اصلا ایشون توی باغ حکومت و اون سوگندی که یاد کردن و اینها نیستن و هر کدوم از ما به اندازه خودمون بابت این کار ضرر دادیم. من نمیخوام بیش از این صحبت کنم، میکروفون در اختیار شماست. یه مقداری از خودتون بگید، خانم سوسن ولایت کیست، امروز در کانادا چه کار میکنن. مطمئنم خیلی ها شما رو دیدن، اون ماجرایی که شما آمدید با آقای ناصر ممقانی همکاری کردید، حتی امروز با وجود که ایشون مشکل داره شما میکروفون در اختیارشون میذارید و اینها. یه مقداری ما رو بیشتر آشنا کنید با خودتون برای اونایی که ممکنه شما رو نشناسن. و خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید. حالا صداتون قطع شده خانم سوسن خانم. سپاسگزارم از این که این وقت رو به من دادید که من بیام و از خودم دفاع کنم. من اصلا هیچ شکایت و گله ای ندارم نسبت به کسانی که دارن اینجوری برخورد میکنن، چون من به بعضی هاشون گفتم که این برای من یک چیز داره، یعنی حکم این داره که من دارم الان دارم تحقیق میکنم در این رابطه و دوستانی هستن از ایران با من تماس گرفتن و در رابطه با کاری که من دارم انجام میدم از من سوال میکنن که چرا این کارو میکنی، و وقتی که بهشون میگم مثلا نمیخواد که شما از من سوال بکنید، برید بس صفحه من رو ببینید، خیلی متاسف میشن
و از اینکه دارن بستری رو آماده میکنن برای آقای رضا پهلوی که بیاد در ایران پشیمون میشن. یعنی متاسفم بگم که یا خوشبختانه اینکه اینها این دوستان عزیز یا ناعزیز دارن ضرره میزنن به خودشون، یعنی خوشبختانه ریشه خودشون رو دارن میزنن و میان در صفحه که مثلا مالا از اول ما داشتیم انتقاد مسالمت‌آمیزی میکردیم و میگفتیم که چرا شاهزاده حرکتی نمیکنه و هیچ وقت حاضر نیست که بیاد یک مصاحبه، حالا نه با من، با بلکه با کسانی که واقعا مشتاق اینا هستن، با مردم بیاد مثلا مناظره کنه، صحبت کنه. اما خیلی کسا رو داریم که مثلا چیز ارزش دارن که باشون اینا گفتگو کنن، ولی خب دوستانشون میان بلافاصله میگن که بیاد با تو منم مصاحبه بکنه. خب اگر به این صورت چرا با من مصاحبه نکنه؟ حالا من نمیگم شخص من رو میگم، شخص شما رو میگم، آقای صبحی خیلی ها هستن، آقای پیرامون هست یا سه طرفداران ایشون هستن، اینا حتی ایشون حتی روی خود خوش رو اینها هم ایشون نمیده و اصلا به اینا اهمیت نمیده. خب فرق خامنه ای و خمینی چی هست با این شخص؟ اگر که انقدر سطح ایشون بالا باشه که مثلا حاضر نشه حرف هیچ کس رو گوش بده، چرا ما اینجوری باید فکر بکنیم در این رابطه و بخوام بگیم که آیا مگه تو در سطح ایشون هستی و بیان مثلا اینجوری برخورد بکنن؟ نه جانم بفهم، نه من دارم گوش میدم، فقط برای من جالب بود که خیلی از اینایی که به شما حمله میکنن افرادی هستن که با شما همراه و همگام بودن، درست میگم؟ بله بله دقیقاً. خود من روزی خب به هر حال در همین صنف بودم، در همین گروه بودم و توی برنامه خودم هم در فیسبوک گفتم که من خودم جوری بود که خب به هر حال فریاد میزدم و ایشون رو صدا میکردم، ولی خب نه تنها ما جوابی نشنیدیم که بلکه آقای ناصر بمقانی که من افتخار همکاری با ایشون رو دارم و ایشون در نیاگارا زندگی میکنن و زن بچه دارن و خب خیلی ها میان خیلی صحبت ها میکنن بماند، ایشون خیلی سعی کردن که با رضا پهلوی تماس بگیرن و اون وایسی رو که من برای شما فرستادم وایس آقای اویسی هست و آقای ناصر پولی ممقانی و که از ایشون تقاضا میکردن که یک کاری کنید که مثلا چیز بکنیم ما بتونم با آقای رضا پهلوی صحبت کنم به صورت خصوصی، یا که شما بهشون بگید که من میخوام این کار رو مثلا بکنم و با من همکاری مثلا باشون میخوام همکاری بکنم. به هر نحوی که شما دوست دارید میتونید مثلا به ما بگید که ما مثلا چی کار کنیم. ولی ایشون خودتون آقای سوربی شنیدید که ایشون گفتن ما با هیچ کس و با هیچ گروه ائتلاف نخواهیم کرد و با هیچ گروهی نخواهیم بود. خب ایشون نه که تکلیف مردم رو روشن نمی کنن، بلکه دوستانی هم هستن فرهیخته و ازشون خواستن که آقای رضا پهلوی یا پا به جلو بذاری یا پا به عقب بگذاری، اگر که میخواید بیاد کاری برای مردم ایران بکنید ما با شما همراه هاییم بود. جمهوری خواه وقتی در کنار شما، ما به عنوان جمهوری خواه هستیم در کنارتون. اما ایشون نه تنها میگم هیچ کاری که نمی کنه که بلکم داره وقت تلف میکنه و به نوعی مثلا نشون داده که در کنار مردم به اون گونه که باید یه شهر داده که طلب میکنن مردم نیستن. بفرمایید شما فکر میکنید چرا ایشون این کار انجام میده بعد از این همه مدتی که باشون به اصطلاح از لحاظ ویدیوهایی که ایشون برنامه‌هایی که داره، نوشته ها، هر روز یه جنبشی که میاد بدون مطالعه بهش میپیونده، بعد به اصطلاح اون جنبشه معلوم میشه که اصلا نفوذی ها اینا. چرا فکر میکنید یک آدمی که الان 60 سالشه ایشون چرا هنوز تصمیم نگرفته که شهروند باشه، رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه یا هیچی نباشه؟ به قول شما خیلی قشنگ گفتید، یا قدم پیش بذار یا برو عقب. این وسط که وایسادی ما رو گیج کردی، ما متوجه نیستیم که شما چه کاره هستید. من خودم سه تا
ویدیو هست روی اینترنت، اگه تایپ کنید سوربی رضا پهلوی میبینید. ازشون پرسیدم شما امروز اگه از من سوال کنید تو دبیر هستی یا نه، میگم من اینجا دبیر نیستم ولی دبیر بودم. اینی که وقتی که از من بپرسید برای شما داستان تعریف کنم و شما را هی اینور اونور ببرم آخر شما متوجه نشید من چی میگم، این به اصطلاح چی میگم خودم رو به کوچه علی چپ زدن و جوابای کلیشه‌ایه. ولی شما بعد از این همه، چون آقای ممقانی گفت من چرا من میدونم چرا اینشون این کارو میکنه، شما فکر میکنید چرا آقای رضا پهلوی این کارو انجام میده؟ ببینید آقای سوربی، میگم حالا اگه من حرفی بزنم زود ادعی میان، البته برای من مهم نیست. میگم انقدر توی صفحه من اینا خودشون رو نشون دادن و اصلا میگم برای من هیچ مشکلی نیست که این صحبت ها رو بشنوم. ببینید ما حالا شاید برای خیلی ها باورش سخت باشه، ولی وقتی که توی این مسیر ما داشتیم میومدیم، مسیر مثلا حرکتی که داشتیم میکردیم و سعی میکردیم که افشاگری بکنیم که سایری که در به اصطلاح تورنتو هستن، یکیش از همون جمله اون عربی که آقای ممرانی در همون ابتدا با اون مثلا مشهور شدن، یعنی همه اون ویدیو دست به دست شد و شاید در همون دو روز اول 100,000 تا لایک خورد که با عکسشو دارم. بعد وقتی که آقای ممقانی این کار رو کردن و بعد جلوی مسجد در حال حاضر این مسجد زیر نظر به صدا دولت کانادا رفته و زیر دولت به صدا اداره مالیات رفتش و الان به صدا تحت تعقیب هست اون به صدا آخوندی که اونجا داره کار میکنه، عرض کنم خدمتتون که توی این هاگیر واگیر بودیم که تلفنی رو به آقای دو بار به این آقای ممقانی زنگ زدن و بهشون تهدیدشون کردن. تلفن اول رو متاسفانه ایشون نتونستن سیو بکنن و از دست دادن. تلفن دوم که به صدا گفته بودن ما بهتون زنگ میزنیم، به صدا پیشنهاد بچه‌هایی که به صدا اپی رو روی گوشیشون ریختن که رکورد میکردن زنگ رو، مثلا صحبت هایی که سبشون تماس می گرفتن و وقتی که تماس گرفته بودن ایشون تونستن مقصد بیارن به این انتظار بودن مقصد 100 میلیون دلار مثلا به ایشون پیشنهاد دادن که بگیره و هم ما را ساکت بکنه و هم کسایی که خودی ساکت بشه و هم کسایی که اطرافی هستن که من بودم و تعدادی که مثلا این حرکت ها رو در تورنتو انجام می دادیم. بعد از که قطع شد این گوشی که ایشون منو به عنوان نفر سوم در گوشی قطع کردن، البته بدونی که ایشون مثلا اون شخص مقابل متوجه بشه و من گوش کردم، من تو ماشین داشتم درایو میکردم، صدای تیک تیک اون به اصطلاح فلشر ماشینم هست تو ماشین که من زدم کنار و وایسادم و گوش کردم و سعی کردم که ضبط بکنم به وسیله یک دیوایس به اصطلاح دیگه، به وسیله یک آیپد همراهم بود. وقتی که تموم شد این صحبت این شد، میتون به صحبتی که کردن من توی این جریان، مخصوصا من توی این توی پرانتز میذارم برای شما آقای سوربی، که ایشون گفتن نه تنها شما امثال شما رو میخرین که بزرگتر از شما هم خریداری شده. وقتی که من گوش کردم و صحبت کردم، صحبت بعد شد و بعد من دوباره زنگ زدم به آقای پولی و گفتم آقای پولی من حالت بدی بهم دست داد، حالت خیلی بدی بهم دست داد از اینکه اینا انقدر به همین راحتی این پولها رو صرف کارهای خودشون میکنن و اینجوری خرج میکنن. و البته اینو بگم، اگر که فکر میکنید که 100 میلیون دلار چیزی هست، نه خیلی، به هیچ عنوان 100 میلیون دلار هیچ پولی نیست برای جمهوری اسلامی. این یک به اصطلاح اسنک هست، این یک مثلا شکلات هست که به دستی بچه، حالا تو اینو بگیر ساکت باش و خفه باش و حرفی نزن، کاری نکن، ولی اون کاری که ما میگیم تو انجام بده با همین 100 میلیون دلار. خب اینجا آقای پولی واقعا به درود بر شهامت ایشون، ایشون در مقابل ببین خیلی سخته در مقابل پولی ایستادن، خیلی سخته،
ولی خب ایشون ایستادن، نه تنها گفتن من نمیخوام و هیچ عنوان، بعد تلفن رو قطع کردن. حالا این بگذارید، حالا من میخوام از این داستان سرایی نتیجه که بگیرم، ببینید دولت جمهوری اسلامی ثابت کرده و ثابت کرده که فیل ما رو با پول یا مثلا ترور به دست آورده. این یه چیز خیلیه. حالا در مورد من تهمتی نمیزنم، فقط دارم به شما اینفورمیشن میدم، به شما دوستان، که وقتی که به مایی که تازه کسی نیستیم یک همچین پیشنهادی رو میده، بقیه رو میتونه چجوری بهش پیشنهاد بده و ساکت کنه؟ شما میتونید اینو، من میگم نظری ندارم که کسی پولی گرفته، من اصلا نمیتونم چیز بکنم، ولی این برای متداعی شد که میتونه هر کسی پول گرفته باشه. ببینید خانم سوسن خانم، ممکنه فقط پول نباشه. ببینید توی جایی که آقای رضا پهلوی قرار داره، ممکنه، ما شنیده بودیم اینجا زمان خاتمی بهش گفته بودن که یا ساکت باش یا ساکتت میکنیم. ببینید همیشه هم پول نمیدن، یعنی آخوندها اینقدر هم دست و دلباز نیستن که هر کسی که بیاد، حالا آقای ممقانی شانس آورده 100 میلیون دلار بهش آفر کردن، اونا اینقدر هم دست و دلباز نیستن، مخصوصا در جامعه ای که ما خودمون چنان به جون هم افتادیم، هر کدوم میگیم این یکی جاسوسه و اینها، اونا احتیاجی ندارن پول بدن هیچ کسی جاسوس باشه، چون ما خودمون تو مهمونی ها دیگران رو میگیم اون جاسوسه اون جاسوسه. ولی این نکته رو که من فکرشو بکنید که ایشون 3 دختر داره و اگه بهش گفته باشن که ببین یا باید ساکت باشی یا ما ساکتت میکنیم، این چیزی بود در زمان خاتمی. ببینید ما چون نزدیکترین به اصطلاح یه سنگ وقتی شما میندازی تو آب، امواجش، این موجی که درست میشه نزدیکتر بیشتره تا بعد دور که میرسه از بین میره. ما اینا رو اینجا بیشتر به گوشمون میرسه، بیشتر متوجه میشیم. اون موقع بود که گفته بودن بهش که به اصطلاح، حتی اگه اشتباه نکنم آقای انصاری هم گفت، ولی مطمئن نیستم، چون مطمئن نیستم شما روش خیلی حساب نکنید، که یه جورایی بهش گفتن که ببین ما طباطبایی رو کشتیم، اونو کشتیم، بختیار رو کشتیم، فرخزاد رو کشتیم، اینو کشتیم، اونو کشتیم، شما میخوای جزو کشته شدگان قهرمان باشی یا جزو زنده هایی که هستن؟ من اینو شنیدم، ولی شما خیلی قشنگ توضیح دادید که اتفاقا اونا به شما گفتن که ما از شما بزرگترارم خریدیم، و همینجا خیلی جالبه. ببینید این چیزی که شما میگید با یه آقای الان اومده اینجا به نام امیر جوهری و ایشون داره به من و شما حمله میکنه، بهتر نیست که شماها که دیروز دنبال بیزینس خودتان بودید حالا درباره شازده صحبت نکنید؟ شماها از طرف آخوندا هستید. ببینید همون مسئله که گفتم، تهمت، تهدید، توهین، شماها عددی نیستید. دوباره همون چیزی که به شما میگن، شما کی هستی که اون بیاد باهات مصاحبه کنه؟ این شخص داره از نادانی خودش خبر میده به دیگران و با مدرک مینویسه که من شخص نادانی هستم، من خودم رو کمتر از رضا پهلوی میدونم، من سربی رو کمتر از رضا پهلوی میدونم، سوسن خانم رو کمتر از رضا پهلوی میدونم و من منتظر یکی دیگه هستم که امروز اگر ولی فقیه خامنه‌ای مرد این آخوند امام سرشه، من دوست دارم فردا رضا پهلوی بیاد با کوچلوار آرمانی و مثلا تاج رو سرش باشه. این بیچاره ها، و باز شما قشنگ گفتید، گفتید من امروز متوجه شدم که تحقیقاتی که انجام دادم و حرفی که میزنم تأثیر گذاره، که حتی اینایی که تا دیروز به من به به چه چه میکردن، درود بر شما بانوی قهرمان، امروز به شما فوش میدن، امروز شما رو متهم میکنن که با آقای پولی ممقانی رابطه دارید، امروز به شما فحاشی میکنن. من به شما تبریک میگم و یادتون باشه حقیقت وقتی میگی، شما از گالیله باشی، از ژان دارک باشی، مورد حمله قرار میگیری تا افرادی که در تاریخ کم نیستن، جونشون رو از دست دادن، سنگسار شدن، تنها به این دلیل که حقیقت رو زودتر از دیگران درک کردن و شهامت عنوانش رو داشتن.
به شما تبریک میگم، به آقای ممقانی سلام منو برسونید، بگید چون نمیتونه خودش برنامه داشته باشه هر وقت خواست میتونه اینجا از این میکروفون استفاده کنه و من ساکت میشم. باز هم شما اگر مایل هستید در این ماجرای چند هفته گذشته، چون من اصلا نمیدونستم که این اتفاقات افتاده تا موقعی که آقای شادانلو اون ویدیو رو برای من فرستاده. بفهم. سپاسگزارم. من یه مطلبی رو میخواستم اضافه کنم که منم نگفتم که کسی پولی گرفته. به قول یکی از دوستانم که بسیار دوست خیلی نازنین من هست، یه خانمی هست که خیلی بهوش هست و گفتش که لزومی نداره که کسی پولی رو بگیره، جناب شاهزاد قرار نیست پول بگیره و به قول شما تهدیدهایی که کردن برای ایشون کافیه. خب حالا من میگم ایشون رو تهدید کردن یا اینکه همین دستشون رو باز گذاشتن دارن زندگیشون رو میکنن، براشون کافیه. خب من میگم یه کاری کنن. خب ایشون وقتی که به این صورت هست، اگر که تهدید شدن، اگر که توانایی این هم ندارن، خب اقلا یه جوری به دیگران میتونن برسونن. عزیزم من مثلا تهدید شدم، من نمیتونم کاری بکنم، ولی ما میبینیم که خب ایشون میره نوه خمینی رو 2 هفته در خونه خودش نگه میداره. منظور این مهمون نوازی نیست که چرا ایشون مثلا نوه خمینی رو به خونش آورده و 2 هفته نگهداریش کرده ازشون، من نمیدونم. اما نشون دهنده ارتباطات اون به اصطلاح بنهانی هست که به اصطلاح این رژیم با اون رژیم به صورت خیلی زیر داره و ما داریم یقه جر میدیم برای کسی که مشکلی نداره با رژیم جمهوری اسلامی. و به قول اساتید که گفتن که شما مثل این میمونی که دیزی دنجم بوجت در به اصطلاح مسیر اتو چیز مسیر پرواز وایسادید، نه خودتون پرواز میکنید نه اجازه میدید به دیگران پرواز بکنن. آیا این حرف من بده که مثلا فرض مثلا میگم به دیگر میگم و فحش میشنوم؟ و یه چیز جالب بهتون میگم، من دوستانی از ایران با من تماس میگیرن، چون همونجوری که ادعای فحاشی میکنن ادعای هم دوستانه به من تماس میگیرن و به اصطلاح در رابطه با شاهزاده ما بحث میکنیم و مینویسیم به هم دیگه و من اینو به عنوان سند اسنادی مثلا من نگه میدارم. و ایشون وقتی که مثلا یه مقدار طرفداری کردن و فلان و اینا، خب من یه مقدار بهشون صحبت کردم، گفتم من برای شما احترام قائلم، برای نظرتون احترام قائل هستم و من احترام میذارم. در وقتی که فحاشی نمیکنیم، شما قشنگ میان صحبت به من میکنید، مثلا لزومی نداره که به هم فحاشی کنیم. البته من فحاشی هم نکردم به کسی. گفتم برید به بسار تو صفحه منو نگاه بکنید، اونقدر شما میتونید که ببینید که طرفداران سلطنت کیا هستن و چه کسانی هستن. وقتی که برگشت اینا رو برای من نوشت، دقیقاً این بطلاع چیزی که برای من نوشته شده، من اینا رو براتون بخونم. فقط بسیار بسیار مطلب جالبی برای من نوشتن، بذارید من اینو براتون اجازه بدین بخونم. نوشته اون نوشته ها رو که دیدم کلی متاسف شدم برای خودم. نتیجه که گرفتم اگر دوباره سلطنت بخواد بشه، چه شاهزاده بخواد چه نخواد، افرادی اونو توی مسیر قرار میدن که شاید البته دلش نخواد و داستان میشه همون داستان اوایل سال 57 ملت باز هم اندر خم یک کوچه میمونن، با این تفاصیل که این دفعه دیگر عمومه نیست بلکه تاج هست متاسفانه. و نمیدونم که ملت ما میخوان روشن فکر ما حتی ملت ما حتی روشن فکران میخوان به این باور برسن که سلطنت دورانش تموم شده و اگر مثال ایشون بخواد بیاد ایران هم که حقش هست بیاد، مانعی نداره. اگر هم میخواد بیاد نهایت نهاد پادشاهی باشه، باز هم اشکالی نداره، ولی دقیقاً در چارچوب قانون که من و افراد خانواده سلطنت رو به یک چشم ببینیم، مثل اون اتفاقی که تو هلند افتاد. ولی نکته مهمی که من میخوام بهتون بگم، ببینید کسانی هم که هستن که سلطنت رو میخوان، ولی نه به سلطنتی که دوباره برگرده و مثل سلطنت گذشته بشه و به سلام کسی نتونه حرف بزنه. ایشون روی این تاکید کردن که اگرم میخوان نهایتاً پادشاهی باشه، مردم بخوان پادشاهی باشه، باید بازم اشکالی نداره، ولی دقیقاً در چارچوب قانون که من و افراد خانواده سلطنتی رو به یک چشم ببینن.
به یک چشم ببینن، مثل اون اتفاقی که تو هلند افتاد و از خانواده سلطنتی وقتی یکی از افرادی که افراد سلطنتی بوده اشتباهی کرده، مثل همه محاکمه شده و حکمش هم این بوده که یک روز کامل رو در اون فروشگاه که باعث شده بود نظمش برهم بخوره کار بکنه و کل شبکه های هلند پخش زنده از کار کردنش داشتن و از این پس درس عبرتی خواهد شد برای خودشون و بقیه خانواده سلطنتی که کار خطایی نکنن. آقای سوربی، من اینجا در جوابی که بهشون برایشون وایس گذاشتم که من این وایس رو مثلا لازم نیست تکرار کنم، برای شما میگم، آیا مردم ما به اون حد شعور و بلوغ فکری رسیدن که اگر به اصطلاح یکی از اعضای خانواده سلطنتی بیان و اشتباهی بکنن، این مردم اینها رو به محاکمه بکشن و یا دولتی رو مثلا بسیار در کنار این خانواده بسیار قاضی هایی هستن که بتونن مجزا عمل کنن و اگر کسی بخواد همچین کاری بکنه، همچین اشخاصی، آیا اجازه میدن ملت به اصطلاح اجازه میدن که مثلا بیان اگر پسری داشته باشه یا دختری باشه و کار اشتباهی بکنه، این مثلا اینا رو به محاکمه بکشن و سعی کنن که ادبشون بکنن؟ اصلا همچین چیزی نیست. در میدونید در صفحه من کاملا مشهوده، اتفاقا من میگم به دوستان گفتم این برای من صفحه آماره، این حکم اینو داره که من میتونم به این استناد بکنم، من هیچ کدوم از اینا رو پاک نمیکنم مگر که دیگه خیلی بدجور باشه و اینا باید باشه، اینا باید در صفحه وجود باشه، اینا جزء تاریخ میشه که ملتی وقتی به منتقدانش، هنوز اینا قدرت نگرفتن آقای سوربی، هنوز اینا به هیچ جا نرسیدن، دارن با یکی از منتقدانشون میکنن وای به حال ما، یعنی ایشون زد تو سرش با من صحبت کرد وای به حال ما، هنوز هیچی نشده، اینا به قدرت نرسیدن، شماغ به دست گرفتن و دارن تو دهن کسانی میزنن که دارن انتقاد میکنن ازشون، در جایی که آقای سوربی دقیقا در جایی که در جایی هستیم که زندگی داریم میکنیم، مثلا ادعای دموکراسی داریم، در جایی که ما هستیم در آمریکا، کانادا، اینا عکس رهبرانشون رو اینا همه به مسخره میکشن، تا کاریکاتور درست میکنن، تمسخر میکنن، این گروه چیز میکنه، ولی هیچکس چاقو نمیکشه بر اون طرف بیاد بگه که من شکم تو سفره میکنم، من نابودت میکنم، یا تهمت‌های از این قبیل که تو فاحشه بودی، تو نمیدونم فلان بودی، بهمان بودی، به اون کسی که مثلا داره صحبت میکنه هیچ وقت هم چی کاری نمیکنه. خانم اگر اجازه بدن آقای سوربی که کسی این کار بکنه، اینجا سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما فکر کنین یک همچین کسایی رو، البته میگم بخشی من توهین نمی کنم به مردم، ادهی به خصوصی مثل جانوران وحشی اینها میان چما میرن در دستو، البته در تا مثلا ما اگه بخوام که اشتباه نکنیم، ما اگه بخوام که زیاد کنیم، باید از تاریخ همیشه درس بگیریم. اومدن این خانومی رو بود به اسمش هم یادم رفته که به جرمه که قرآن پاره کرده بود، فرشته بود، نمیدونم اسمش چی بود، حالا در افغانستان اومدن یکی یه سنگ برداشتن به این بدبخت زدن، وقتی که مشخص شد که بابا این اصلا این با یه آخوندی اصلا در افتاده بود و این آخونده این حکم رو داده بود مثلا چی، وقتی که چیز من میگم تاریخ ثابت کرده که وقتی ملت مخصوصا مدلیست ما نمیپرسن چی شده، یعنی اصلا براشون تحقیقات براشون بسیار سخته تا قضاوت بسیار آسونه، چون دم دست دستور میان میچسبونن تموم شد، یعنی آقای زور قشنگ به خوبی قضاوت میکنن، مینویسن اعدام میکنن، یعنی حد میشن مینویسن اعدام میکنن تموم. اگر بخواد کشورهای اروپایی و آمریکایی همچین قوانین رو مثلا پیش بگیره، مثل این کسایی که مثلا توی دفعه من هست که ازم میگم سنگ رو سنگ بنده میشه. خیلی ممنون، شما دو سه تا نکته رو گفتید خیلی جالبه، گفتید که ماها که تو کشورهای آزاد و دموکرات با هم اینجوری
برخورد میکنیم، اگه یه روزی به ایران بریم برای قدرت یا برای طرفی که کردیمش بود چی کار کنیم، که با هم چگونه برخورد میکنیم. و باز گفتید که امروز که قدرت نداریم اینجوری با هم رفتار میکنیم، فردا چه خواهد شد؟ عذر میخوام از شما. نتیجه صحبت های شما اینه که آقای رضا پهلوی اگر نمیخوان کاری انجام بدن بیان صادقانه بگن. دقیقا من ازشون میخوام، از همین تریبون ازشون خواهش میکنم که به خودشون میگن ایشون شهروند هست. به عنوان یک شهروند، من شهروند به عنوان شما رو به عنوان یک شهروند صدا بزنم یا به عنوان شاهزاده، هر دوتا که مایلت میکنید بپذیرید، خواهش میکنم ازتون که اگر میتونید کاری بکنید قدم به جلو بگذارید، خیلی خیلی محکمتر، نه اینکه بیاد بگید دموکراسی خوب است و دیکتاتوری بد است و بخوان به همین خلاصه بکنن و مسئله رو قشنگ جوری بیان یه صحبت کوتاهی بکنن و تموم شد که رفت نظری بعدی. میگم من انتقادی مثل آنچه بینه به اون صورت مثل آقای ممقانی خیلی خیلی ملایم تر هستم، بسیار بسیار ملایم هستم فعلا. ایشون خیلی میگم فعلا شما ملایم تر هستید. شما هم یه مقداری بیشتر با این دوستان به اصطلاح برخورد داشته باشید، فکر کنم ملایمتتون از دست میدید و مقاومت به جاش میاد. من بفرمایید. خیلی معذرت میخوام، البته میگم من میگم سعی میکنم اینها رو از دید به اصطلاح دشمن نگاه نمیکنم، اینها رو آدم هایی میدونم که واقعا ناگاهن. من خودم از همین قماش بودم، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، من خودم هم از شما بودم، اما میبینم که در جریاناتی که مثلا قرار گرفتم میبینم که واقعا این خبرایی که هست الان دارن خیانت فقط به کشورمون میشه. هر سکوتی، هر لحظه سکوت برای کشور ما جز خیانت هیچ دیگه به بار نمیاره. هیچ صدمه، یعنی صدماتی که میزنه اصلا خیلی بسیار جبران ناپذیر خواهد بود هر سکوتی. و در همینجا باز به آقای رضا پهلوی میگم که آقای رضا پهلوی خواهش میکنم ازتون که یکم محکمتر عمل کنید به عنوان یک شهروند. بسیار ممنونم، امیدوارم بازم در آینده با شما صحبتی داشته باشیم. و من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم، دوستان اگه مایل باشن با شما در تماس باشن. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم ازتون، متشکرم از اینکه تماس گرفتید، خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدار، به امید دیدم. دوستان عزیز، با خانم سوسن ولایت بودیم و صفحه فیسبوک ایشون رو هم دیدید. نظر شما چیست؟ آقای نیساری نوشتن همه پادشاهان پیروزمند ایران از میان مردم، با مردم و همواره جلودار مردم بودند. رضا پهلوی از این محسنات به دور است. اگه اسم اون پادشاهانم میگفتید برای من که تاریخ بلد نیستم خیلی بهتر. خانم تنازی نوشتن که به نظر من رضا پهلوی از نوجوانی از مردم دور شد و شناختی از مردم ندارد، دانش و شناخت سیاسی اجتماعی نداره، همیشه پول به آسانی در دسترسش بوده و هست، نمیتونه به طور جدی فعالیت داشته باشه و مصمم باشه و از این جنبش به آن جنبش پرش میکنه، هم واسه همین دور از شناخت و از این جنبش به آن جنبش پرش هم به خاطر همین دور از شناخت است. دوستان تو قسمت اول بهتون گفتم آقای سهراب چمنارا یه ویدیویی رو روی صفحه فیسبوک مردم تیوی قرار دادیم براشون که توی اون صحبتایی که کردن، چون بهتون گفتم من با آقای سهراب چمنارا خب اختلافات فکری زیادی داریم، ولی از طرفی توی بعضی قسمت‌ها با هم موافق هستیم. اینکه همدیگر رو تعامل کنیم، نظرات همدیگر رو گوش کنیم، انتقاد کنیم. و توی این ویدیو شما ببینید یا بشنوید حرفای آقای سهراب چمنارا درباره آقای رضا پهلوی، خیلی جالبه. روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی توییتر مردم تیوی هست، روی بالاترین هم هست و روی فیسبوک خود آقای سهراب چمنارا هم هست. اگر هم انتقادی یا پرسشی در
باره این ویدیو دارید، یا با خودشون مستقیم تماس بگیرید یا برای من از طریق فیسبوک و ایمیل و تلفن و تکس ارسال کنید. من از ایشون دعوت میکنم یه برنامه مهمون ما باشن و صحبت کنن. و اما میگن که سلطنت و پادشاهی خرج وحشتناک روی دست مردم میذاره، دیگر کشورها هم همینه. نه خانم، اینا براش جواب دارن. توی انگلستان جمعیتش چقدر؟ 60-70 میلیونه. مامورین آتش نشانی اعتصاب کردن تظاهرات که حقوق ما کمه و چرا خانواده سلطنتی مثلا 60 میلیون در سال، 60 میلیون پوند در سال خرج به اصطلاح بودجه داره، ولی ما سالی 30,000 پوند یا 60,000 پوند. اونا هم جواب دادن که خب هر انگلیسی 1 پوند در سال میده که پادشاه یا ملکه داشته باشه. ببینید اینا مار خوردن، افعی شدن. و اما آقای اکبری همشهری ما می‌نویسه تاریخ ثابت کرده که در ایران نطفه مقدس بدترین کار را بکند. من متوجه نمیشم نطفه مقدس یعنی چی. ملت تو سری خور همیشه چشم پوشی کردن. این حرف دیروز و امروز نیست. و آقای ابهری میگن کاکو همیشه از این مبارزات با نمک لهجه شیرازی هست با پهلوی طلبان لذت میبرم، کلی خندیدم، دعا کن پولدار شوم و بتونم ادیت کردن و انتشار تیک تیک های کوتاهی از مصاحبات تاریخیت با احمد علی مسعود انصاری و آقای شهبازی رو اسپانسر بشن. قربونت برم، تلویزیون مردم انقدر هزینش کمه که لازم نیست کسی پولدار بشه، فقط کافی روزی یه نوشابه، حالا چه کافی چه آبجو، روزی یه نوشابه کمتر بنوشه تا بتونه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه یا برنامه دیگران رو اسپانسر بشه. ممنون و متشکرم از شما. امروز به احتمال 99% با آقای پرویز مینویی هم هستیم از تگزاس. ویدیوهای زیاد، نوشته‌های زیادی اینجا هست که من دیگه واقعا نمیدونم چجوری وقت کنم، چون خب این دوستانم جالب هستن. میگم من مثلا وقتی که شنیدم اون مصاحبه رو، هم آقای ناصر ممقانی، هم آقای شادانلو و هم خانم سوسن ولایت صحبت میکردن، شوک شده بودم که مگه میشه یه نفر اینجوری تغییر کرده باشه. بعد گفتم بله، بالاخره یه روزی حقیقت آشکار میشه و میگن آفتاب پشت ابر نمیمونه. ممنونم از ایشون که آمدند و به اصطلاح دعوت ما رو پذیرفتن. آقای پرویز بابایان میگن که آقای ناصر پولی آیا الفت بابایان را در پاکستان شاهد نبودی؟ تاتی چرا با شجر نامه بیای؟ آقای پولی گفته که باهایی هست، من نمیفهمم منظور شما چیه. و آیا الفت باهایان را در پاکستان شاهد نبودی؟ اینم نمیفهمم. من تو قسمت نفهمی گفت در بیخبری پرویز صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از دنیا، من بیخبر از خیشم. یه بار دیگه تشکر میکنم از دوستانی که مهمان برنامه بودن، تشکر میکنم از اونایی که به برنامه توجه کردن و امیدوارم شما هم این برنامه رو با دوستانتون شیر کنید، در میان بذارید. از همه مهمتر امیدوارم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. روز و روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشن.